بله دوستان عزیز، یک لحظه من اجازه بدید تا فیسبوک را هم شروع کنیم و با شما باشیم. امروز جمعه هست، سردی دوم شهریور، هوا اینجا به شدت عالی، اصلا مثل تابستون نیست. و میگه که با خودم فکر میکردم ای کاش فیسبوک مفت نبود، برای هر پست مبلغی پول میگرفت تا شاهد این همه مطلب مزخرف و کامنت و حرف مفت نبودیم. باور کن آقا، من اینو چند مدت پیش گفتم، شما کم کم داری به حرف من میرسی عزیز برادر. خب اینم از این، همه جا هستیم، فیسبوک مردم تیوی هستیم، فیسبوک سوربی هستیم، تلویزیون مردم هستیم، یوتیوب لایو هستیم، دیگه چی میخوای؟ گفت اگه بیشتر از این میخوای بلند شو برو افغانستان. آقایون خانوما که دارید دعوا میکنید ایران داد رفت، آخوند داد رفتن، آخوند دست دادن نداره، دست گرفتن داره، داره حرات رو میگیره. برید یکم مطالعه کنید، برید یکم تو این سوراخ پوراخ ها سرک بکشید، به جایی که بشینید و هی براتون بفرستن آشغالا رو. یه دوستی امروز برای من فرستاده بود که یه شعری آخوند خورد و برد و اینها، و اگر ایرانی هستید اینو برای دو تا گروه دیگه بفرستید. گفتم که شما چرا اینقدر ناراحتی؟ همونجوری که ما پدر این شاه و اطرافیانش و ساواکی ها و اینها رو درآوردیم، به زودی جوانان برومند ایران پدر این آخوندها رو در میارن، پولا رو پس میگیرن. بعد این دوستمون گفت نه، من برای شما اینو اشتباهی فرستادم، قرار شده من فقط شما رو در خبرهای خوش سهیم و شریک کنم، که خبر خوش هم داد، پسر ایشون میخواد ازدواج کنه، من بهشون تبریک میگم و امیدوارم که زندگی مشترک خوبی رو با هم آغاز کنه. در هر صورت این از این، بیایم اینجا ببینیم که این دوستانی که شور میزنن، دیدم آقای عزیزان آمده یک از همین استشهاد پتیشنی گذاشته که نمیدونم اینقدر نفر امضا کردن، شما هم امضا کنیم که بریم دریای خزر رو پس بگیریم. اون وقت جالبه، من اون روستا دنبال یه نقشه خوب میگشتم، خود آقای عزیزان حالا یا مال یکی دیگر رو ری توییت کرده، یه نقشه خوبی گذاشته، قشنگ کشورهای دیگه خطکشی وسط دریا و همین، حالا بهتون نشون میدم. بعد از اون مهمتر و بهتر آقای آریانپور نوشته دوستان خودتون کلاتون رو قاضی کنید، اگه روسیه 50% این دریا رو داشت و امروز حاضر شده 20% شو داشته باشه، آخه این آخوندا چه پخی هستن که بگن نه ما 50% اون رو نمیخوایم کمتر کنیم و نداشتیم. آقا دیدم دوستم بیروز از کانادا برداشت نوشت که 100 سال پیش I'm on the air, let me call you after my program, my live show, okay؟ خلاصه دیدم ورشتود نشتود که 100 سال پیش 5 تا از کشورهای اطراف ایران رو، 5 تا قسمت از ایران رو دادن ولی به اینا آب ندادن. میگم آقا مگه میشه شما ضعیف باشی اینقدر که یه چی بدی بعد به طرف بگی اوکی حالا من زمینو میدم ولی بهت آب نمیدم؟ برید تو ویکیپیدیا بخونید، البته میدونید اطلاعات ویکیپیدیا اطلاعات دقیق و جامع و مستندی نیست، هر کسی بیکار بوده یه چیزی نوشته، ولی باز میشه از نوشته ها و خونده ها و یعنی اینها آدم یه چیزی بفهمه. بذار من این عکس خزر رو بهتون نشون بدم و ببینید که واقعا ماهایی که نشستیم اینجا جلوه، بعضی ها میگن پشت کامپیوتر، بعضی ها میگن جلو کامپیوتر، این درست اون چیزیه که آقای عزیزان امروز صبح توییت کرده بود. و من حقیقتش به غیر از این که از همه میپرسم شما این همه تا حالا پتیشن پر کردید فلان زندانی رو اعدام نکنید، فلان زندانی اعتصاب قضا کرده ولش کنید بره خونهشون چلو کباب بخوره، هیچ کدومش عمل کرده که خودتون رو خسته میکنید، مگر اینکه آدمایی هستید که کسی وبسایتتون رو نگاه نمیکنه، کسی بهتون ایمیل نمیزنه، میان به این وسیله. مثلا اینو یک آقای به نام مهران حسنی نوشته استارت دیس پتیشن، پتیشن همون تومار استشهاد هم بعضیا میگن. حالا ببینید دوستان ایرانی که همتون قلبتون برای ایران میتپه، 560 نفر امضا کردن از این
85 میلیون ایرانی، اگه اون برنامه ای رو که من گفتم آقا یکی یه دونه نی نوشابه بردارید برید اونجا مک بزنید، آبار بیارید تو کویر لوت بریزید، هم دریا رو خالی کردید هم کویر رو پر آب کردید، اون برنامه عملی تر از این بود. Stop Russia Annexing. این انکس یعنی میچسبونن، مثلا رفته اون کشورهای دیگر کجا بود، یوکرین و اینا رو چیز انگولک کرده بود، اینا رو میچسبونن به خودشون. ولی نگاه کنید دوستان این نقشه رو، بذارید من بزرگترشم کنم براتون، که از روزی که ما گفتیم بابا ما فکر میکردیم دریای خزر فقط همون یه تیکه بالای شاخ گربه هست، ببینید این عمقش کجا، بعد معلوم شد رودخانه ولگا نمیدونم چی بهش وصله. نگاه کنید دوستان اینجا ایرانه، خطش هم حتی کشیدن، این همون خط فرضیه که آقای آریانپور میگفت. حالا چهار کشور دیگر رو نگاه کنید، راشا، این قزاقستان، این آذربایجان، این ترکمنستان، ببینید نمیشه شما به اینا بگید که این من نمیدونم والا. حالا میگم بعضی ها ممکنه ما اینی که میگیم میگن آقا دیدی بهت گفتم این ماموره الو اف بی آی سوربی نشسته اینجا داره دریای خریزی و کمک دریای خزر رو کمک میکنه به آخوندا. نه عزیز من این حرفا نیست، مثل یه دو نفر گرفتن، حالا نمیدونم شاید هم جاسوس باشن، ولی جاسوس جمهوری اسلامی که بیاد عملیات مجاهدین رو گزارش کنه. دوستان عزیز همکنون من از خیابانهای نیویورک برای شما توضیح میدم یه مشتی آدم سیاه‌پوست رو آوردن به اسم ایرانی و اینجا دارن ساندویچ بهشون میدن تا عصرم میچرخن بعدن میبرنشون این برابر، عکساشون هم بگیریم اسماشون هم بفرستیم. این کیه؟ این جان متیو. اون یکی کیه؟ اون یوری گاگارین. از آقا خجالت بکشی، شما اگه مجاهدی بلند باشد برو تو ایران، اگه خمینی هم نشسته بود تو عراق و فرانسه مزخرف میگفت هنوز اونجا نشسته بود، تا روزی که نیامد ایران انقلاب اتفاق نیفتاد. 12 آمد، درست میگم 22 انقلاب شد، 10 بکشید به هم برید اونجا یا علی مدد، ببینم حالا کدومتون میرید. دوستان عزیز خیلی خوش آمدید به تلویزیون مردم، لطف کنید به دیگران هم تلویزیون مردم رو معرفی کنید، چون ما سیستم اینجا نداریم که دوستان رو دعوت کنیم. بعضیا بلدن پول میدن یه دفعه 2000 نفر 3000 نفر رو اینوایت میکنن. گفتم با آقای انصاری، آقای انصاری این جوونا اگه شما میبینی امید نادان اینجوری، اون فخرآور اونجوری، اون مسیح علی نجات، اینا از یه جاهایی پول میگیرن بعدم پول خرج میکنن، پولاری که میگیرن بعد باید نشون بدن که آقا نگاه کن رفتم 250 هزار تا لایک خریدم، اینم صورت حسابش. اگر فکر میکنید من دروغ میگم برید روی فیسبوک بگید من میخوام لایک بخرم، ببین چند نفر میان بهت میگن آقا لایک بهت میدیم، اینجوری میزنیم هر 4 ثانیه لایک بهت میدیم که اسم داشته باشه، لایک بهت میدیم که اسم نداشته باشه. در صورت این از این ما نه پولشو داریم نه وقتشو داریم نه حوصله‌شو داریم. اینم از این ماجرا. و اما ویدیوی نون پختن بیچاره ها، بذارید من اینجا بنویسم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بلکه یک کسی یه دفعه به مغزش برسه ای پس منم میتونم برنامه داشته باشم. امروز اتفاقا یه دوستی یک ویدیوی عروسیش رو فرستاد، نوشت که اگه میشه اینو نشون بدید، گفتم از شما هزینه پرداخت کردن از ما نشون دادن، ولی ما یک کاری رو میتونیم مجانی برات انجام بدیم و بهت تبریک بگیم، عروسی رو عروسی کرده در کلیسا و اگر ایشون خواست ما ویدیوش رو نشون میدیم. اجازه بدید اینجا هم 212 عروسی، وقتی اون ویدیوی عروسی رو نشون بدم بهتون یه اتفاق جالبی که توش افتاده و من وقتی نگاه کردم بعد یه دفعه خندم گرفت، اون رو هم براتون توضیح میدم. شرط اول فرستادن، شرط دوم پرداختن، شرط سوم نشون دادن. گفت تو حمومای عمومی اون وقتا نوشته بود گر که داری امانتی موجود، بسپار به من به وقت ورود، گر شود امانتت مفقود، بنده مسئول آن نخواهم بود. حالا این دوتا معنی داره، یعنی اگه شما گذاشتی تو اون کموده رفتی یا پیچیدی را لنگا هموم و اینا رفتی گم شد، ما مسئول نیستیم چون ندادیش تحویل ما. حالت دوم اینه
که میگه اگه تحویل من هم داده باشی، چون اینجا هست که میشه امانت، اگه تحویل من داده باشی مفقود بشه، بازم ما مسئول نیستیم. دیدید ماشین تو میبری تو پارکینگ میذاری، اما تیکتری که بهتون میده دیسکلیمره که میگه یعنی ما مسئول چیزای ماشینت نیستیم، آنتنش بشکنه، شیشهش بشکنه، اصلا خود ماشینه رو بیاد یکی بدوزه بره، ما مسئول نیستیم. پس بسپارید گرداری امانتی موجود، بعد اگرم گم شد بنده مسئول آن نخواهم بود. بریم سراغ نونوایی و نونپزی و از خودمون سوال کنیم چرا ما این ملت‌های با فرهنگ، ملت‌های با سابقه 5000 سال 10000 سال، همه چیزمون با سختی، همه چیمون با بدبختی باید انجام بشه. بیارمتون اینجا، اولا این صفحه سربی رو بهتون نشون بدم که اگر تا امروز بلد نبودید از امروز بیاین. و یک خانم سلطنت طلبی برای من نوشته بود گوه نخور، گفتم خیلی ممنون، من اشتباهی خوردم، گوه خوردن فقط مال شما شاه اللهیا و مجاهدین و رضا پهلویه، من نمیخورم، شما برو سهم من رو هم بخور. دوستان عزیز، این وبسایت، این فیسبوک منه، وقتی میاین اینجا میاین پایین، میدونید فیسبوک بیشتر چیزای خودش اون بالا نشون میده، البته عکس خود ما رو میتونه بذاره، ولی اینقدر جای بزرگ گرفته برای هیچ، میتونست از این فضا، از این محل، از این مکان استفاده بیشتری انجام بده. بیاین تا برسیم به این نونواهای بیچاره و من تصویر رو براتون عظیم‌وریش کنم. دوستان تو رو خدا دوربیناتونو عمودی نگه ندارید، افقی نگه دارید. البته یه دوستی گفت آقای شادانلو تولدت مبارک. خب یه دوستی گفت آقا اینستاگرام اتفاقا به مردم میگه دوربینتون و تلفنتون رو عمودی نگه دار. گفتم خب یه دلیل دیگه‌ای که من از اینستاگرام بدم میاد، حالا بعد صفحه‌شم بهتون نشون میدم. ببینید دوستان، نگاه کنید این نون پختن چی راز توی به این نونا که توی دهات برمونه اشایره و اینا میپختن، میگفتن نون تنک. کلمه تنک یعنی نازک، و بعضی ها میگفتن چوب تیری، نون تیری، چون با یه چوب که مثل تیره اونو درست میکنن، میندازن روی یه تابهی یا یه تابهی، نمیدونم. حالا نگاه کنید بین این بنده خدا ها چجوری نون درست میکنن. این نونه یا علی مدر، این اگه بیاد اینجا پیتزا فروشی باز کنه میلیونه میشه مرده، کسی که میتونه آرد رو یا خمیر رو به این بزرگی به اصطلاح بدون هیچ وسیله‌ای، چون اینجا وسایلی هست، خمیره رو میذاره. دیدید نونه چقدره؟ قد یه تایر کامیونه، قد یه تایر لودره. نگاه کنید ببینید چقدر قشنگ اینو گرد بزرگ، نگاه کنید. ولی بدبختی ها، البته خب این خوبه دیگه، نمیخواد بره تنور، تنور این زیره، اینجا تنور این زیره، روش یه آهنی گذاشتن مثل یه بشکه، این نونو میندازه رو بشکه، همچین که خشک شد ورش میداره میندازدش اینجا، بعد وقتی میخوان بخورن یه کمی آب میزنن بهش تا دوباره نرم بشه رو بخورن. و میبینی این نون خمیر اینقدره، ولی از کلاشون مثل افغانی ها هستن. بعد از انقلاب تو ایران، تو شیراز، خیلی نون مشدی و افغانی و اینها هم رایج شده بود، خداییش نونای خوشمزه‌ای هم بود. در اصل اینم از نون پختن که ما اینجا نوشتیم. اون دوستمون پیامش رو من میخونم، ضمن این که به خودشون و به پسرشون هم که دوست ما هم هستن تبریک میگم که دارن ازدواج میکنن، و باز هم امیدوارم که به اصطلاح یک ازدواج موفق و خوب و خوش و سالمی داشته باشن. سلامت، زندگی سالم خیلی خوبه. اتفاقا نمیدونم حالا این دوستمون میخواد بگیم یا نگیم، ولی میگیم دیگه، یه دوستمون 50مین سالگرد ازدواجش رو امروز فردا و پس فردا که ویکنده دارن جشن میگیرن، و به ایشون گفتم که انسان باید خیلی آدم باشه تا 50 سال
بتونه همسرداری کنه، زنداری کنه. ناگفته نماند زن شما، همسر شما، ایشان هم انسان شریفی است که شما رو با همه این مشکلات، مصائب، مسائل سیاسی و اینها به اصطلاح ترخوش کرده و نگه داشته. بعد ایشون نوشت که بله، این کلمه همسر رو که شما استفاده میکنید کلمه درستیه و از امروز دوستان شما هم سعی کنید همسر، یعنی همردیف، این یعنی معنیش این نیست که دوتاشون سرشون روی بالش باشه دیگه. این روزا که میتونه سرشو بذاره روی بالش، این روزا این ور دوشک میگه تو برو بالا، این میگه بیا پایین، درجه داره، دوشکای ساختن، تو که میغلطی دوشک خودش شکل بدن تو عوض میشه. اینم از و اما میخواستم شعری رو که این دوستمون فرستاده من به شما نشون بدم یا براتون بخونم، نوشته خودم رو هم برای شما بخونم. ولی بذارید ببینیم که ایشون اول چی نوشته. بله، نوشتن که سلام بر شما. آخرش خیلی جالبه، میگه اگر به دو گروه ارسال نکنی ایرانی نیستی. اینو من نوشتم برای این دوستمون، باورتون میشه نوشته خودم، حالا میخوام بخونم، فکر کنم جدیده، ولی اینو براتون عکسو بزنم بیاد مردشور این مسنجر ببره، کردتش انقدر گذاشتتش اون پایین. اون موقع یکی از آپشناش این بود که بزرگ نشونه میداد، حالا میزنی میگی میخوای نیکنیمشو عوض کنی؟ آخه کسی که برای من فرستاده، من چه کاره هستم نیکنیم اونو عوض کنم؟ من واقعا نمیدونم اینایی که این برنامه رو درست میکنن یه مش بچه دیوونه و مغزشون، ببخشید البته اون وقتا میگفتن این جوونا، دو نفر هستن، یکی جوونا یکی خیلی پیر که میشن، مغزشون میره وسط پاشون، راستم میگه. خب ببینیم ایشون چی نوشته. بله، ایشون نوشته ایرانی نیستی اگه انتشار ندی، خواهش میکنم از ارسال متن جوک خودداری کنید که فقط به نفع دولته. خب چشم، همه اینا رو شما میگید، ولی هم شما هم خود من یکی از اونایی هستیم که تا یه چیزی به دستمون میرسه برای دیگران میفرسیم. بالاخره باز شد، من به شما اینو نشون میدم. Capture Select Area. سرود جشن فارغ التحصیلی در حوزه علمیه قم. ما همچین که بردیم روش عکس بگیریم غیب شد. اینم از این ماجرا. نخیر، آمد بفهم. این ماوس ما خیلی حساس، یه ماوس وایرلس گرفتیم، خیلی حساس. سرود جشن فارغ التحصیلی در حوزه علمیه. آخوندهای خندانیم، ما دزدان ایرانیم، ما کشور ایران را ارث پدر میدانیم، ما باید دانا باشیم، هوشیار و بینا باشیم، در دزدی از بیت المال باید توانا باشیم. آباد باش ای لبنان، آزاد باش ای غزه، از بحر حفظ ملا ویران بمانی ایران. ایرانی نیستی اگه به دو تا گروه نفرستی. خب من حالا به 9000 نفر اینجا گفتم، تا فرد پس فردام خدا میدونه ایرانی شدم من، ایران آزاد شد. ای داد بید. هر وقت یه چیز اینجوری میاد میگم ای کاش خمینی هم مثل من و شما شنگول و منگول بود، نشسته بود شعر مینوشت، مثل مجاهدین عقب افتاده یک دستگاه ویدیو بهش داده بودن، نشسته بود ویدیو میسلا، مثل دوستان مسیحی نشسته بود شعر ای ایران را عوض میکرد، میکرد ای ایسا. دوستان کارمون خیلی خرابه. آقا مجید، منم به همراه تو دعا میکنم که فیسبوک پول بگیره برای هر یک چیزی که میخوایم بذاریم اونجا. اصلا فیسبوک ماهیانه بگیره که ببینیم چند میلیون نفر میرن شب به در میرن وای نمیسن اینجا. خب اجازه بدیم باز یه بار دیگه سلام کنم به دوستانی که اینجا هستن. در جواب این من این رو برداشتم نوشتم که بله، اجازه بدیم باز یه بار براتون بخونم. عجب ملتی هستیم، آزمایش ایرانی بودن به وسیله ارسال چیچی شعر. دوست گرامی، شما نگران نباشید، همانطوری که این ملت غیور تمام دزدی‌های شاه و همدست‌هاش رو پس گرفت، همه ساواکی ها را به سزای اعمالشون رسون، به زودی دزدی های آخوندها و آقازاده ها را پس میگیره و ساواکی ها و اطلاعاتی های جدید را هم به سزای اعمالشون میرسونه و این ماده قهوه ها را هم ترور میکنه.
شما ایرانی را دست کم نگیرید. ما ملتی هستیم که برای عربهایی که به مادرانمان تجاوز کردند هنوز پس از 1400 سال گل بر سر میکنیم و سینه میزنیم به امید روزهایی بهتر. ضمناً من چون خیلی ایرانی هستم امروز این را برای 9000 نفر بیکار مثل خودم بیکار و دوله میفرستم. بعد ایشون گفت نه من برای شما اینو اشتباهی فرستادم. و خب نکته جالبیه ایشون ببینه که یادمه مدت‌ها پیش دو تا از دوستان ما آمده بودن یه شرکتی باز کرده بودن و با کانترکتورها کار میکردن و این کانترکتوری که مثلا امروز کار میکرد فوری احتیاج به پول داشت، اینا از بانک پول میگرفتن میدادن، 4 هفته دیگه اون پولی که میگرفتن خودشون هم یه کارمزد این وسط میگرفتن. شریک این دوست ما یه روزی ورداشت اشتباهی برای همه اینها نوشت که یه مقداری امروز با اینا بازی کنیم چون ما پول نداریم. اونا هم ورداشتن بردن نشون دادن گفتن این آقا پول ما رو نداده، 40,000 دلار طرف رو خوردن. دوستان مواظب باشید ببینید برای کی چی میخوان بفرستید. دیدید این آقای فواد پاشایی آمد گفت این آقا رضا بلد نیست کی رو کجا بذاره، منظورش این بود که چه کسی را در چه مقامی بذاره. بعد براش ورداشتن نوشتن آقا بذار همون جایی که محمد و پیغمبر گذاشته و گفته، مثل که محمد 19 تا زن داشته اون روز آقای این دوستمون میگو. خب آقای اکبری ایرانی نیستی اگه نری تکلیف این خلیج فارس رو معلوم کنی. حالا دیگه شور و جنبش شور حسینی و جنبش خلیج فارس فرو نشسته، فعلا رفتیم بالاتر. اون خانمه میخوان فهمت بره بالا اکی بنایی، ما حالا فهمون رفته بالا رفتیم دریای خزر. خب پیام این دوستمون رو خوندیم و گفتیم و پاک کردیم. و اما وضعیت ایرانیان پناهجو، یک ویدیوی دیروز دیدم که یک کمی دلشکسته شدم و شرایط ایرانی ها رو در آلمان نشون میده. چون من خودم این شرایط رو گذروندم، اونجا در به در و برزخ بودن و اینها، خیلی ناراحت شدم. چون پتیک دوست ما هم آلمان بوده برای پتیک هم فرستادن، نوشت خب آقا چرا اینو به آقای دکتر ایران بومی و اون دوست دیگه اون کیه که خواننده است توی آلمان هست، چرا برای اینا نمیفرستی که اینا کاری انجام بدن برای این ایرانی ها اگه میخوان مثلا توی یک آپارتمانی 3 تا اتاقه اینا سعی کنن چچنی و نمیدونم لهستانی و اینا نباشن، 3 تاشون ایرانی باشن که اقلا اگر گوشت هم رو میخورن استخون هم رو دور نریزن. چون یه خانمی تو این ویدیو میگه که خودش و همسرش از ترس یک آقای چچنی که مشروب میخوره و مست میکنه و عربده میکشه و اینها میرن توی اتاق افغانی قایم میشن و خیلی هاشون میگن ما الان که اومدیم اینجا فهمیدیم که وضعمون تو ایران بهتر بوده و فلان اینها. و رو چیشون کاکو حتما آقا از امروز شما این استرا این نیای رو مال نوشابه نگه دار، قشنگ تور را بنداز، خودت هم باشو رهبر تور گاید، سرپرست تور و برید دریای خلیج چیز بذارید. من اینو درست میتونم بکنم اینجوری؟ خیلی ما سرد شدیم، آره بهتر شد تصمیم. بله خلاصه بذارید اون ویدیو رو اگه بتونم براتون پیدا کنم روی فیسبوک بذارم، ولی مهم اینه من تا اینو گفتم پتیک گفت با آقای دکتر ایران بومی تماس بگیر اگرم پولی احتیاج هست من انجام میدم. با خودم داشتم فکر میکردم خدایا چجوری یه نفر در گرمای 100 درجه 90 درجه میره بیل میزنه میره کار میکنه زور یه خیار میخوره با 11 تا کشمش شمرده بود روز عکس گرفته بود سر به این نهار من، ولی چپ و راست پول میفرسته اینو فرستاده برای بچه های فارس. چون گفتم ایام مدرسه است من منتظر آخوندا نمیشینم. شما اگه فوش میدی به آخوند میدونی آخوند قرم ساقه آخوند دوزه ببخشیده، شما چقدر احمقی که نشستی آخوند بره برای پسرم بعد کفش بخره. شما یه جفت کفش برای بچه پسرم بعد بخر، حالا پسرم من از ایران زنگ نزنه بگه آقا من به تو پول تو احتیاج ندارم، برای یه غریبه بخر. من چند روزی رفته بودم توی تابستونی برای مهندس محکمی توی
کوهنجان، تو شیراز بهش میگفتن کنجون، توی کوهنجان کار کرده بود. هر وقت میخواد یه چیز نزدیک راه سروستون و اینا هست، استعبانات سروستان، هر وقت میخوام یه کمکی چیزی کنم میگم اگه میتونید اون دور برا. گرچه همین شیراز ما از چی بود، اون شیخ علی چوپان گرفته تا اون پایین قصاب خونه تا اون میدون چی بود دیگه، خدایا فلته خاتون تا همون فلته مصدق، همون آره اونا لابد اومده وسط شهر. در هر صورت دوستان $10، $50، $100 کمک کنید، به منم نمیخواد بدید، به سازمانایی هم که فکر میکنید میخورن میدوزن ندید، به فامیلتون، به دوستتون، فامیلتون بهش اعتماد ندارید ولی یه دوستی دارید به نام آقای مهدی مشکلگشا، بگو مهدی جان این آقای پتیک $100 فرستاده، منم خجالت کشیدم $100 گذاشتم روش، شما $200 برو برای بچه ها کیف و کفش بخر. آقا اینجوری میتونیم این بچه ها رو با خودمون دوست کنیم، از زیر یارانه آخوند بکشیم بیرون، نه اینکه آخوند چرا یارانه شونو ندادی، اونم میگه راست میگه آقا این یارانه جمعه حتما بیای نماز جمعه ها، بیاین اینجا حرف بزنید. یه آقای من نوار آقای حسن ارشاد رو گذاشتم رو بالاترین، طرف اومده فوش داده، میگم آخه بی ناموس بی شرف بی همه چی چرا فوش میدی، بذار هر کسی حرفش رو بزنه، تو یه الدنگم بیا حرفتو بزن، ولی اگه میخوای فوش بدی در فوش رو باز میکنی، تو فوش میدی منم فوش میدم، هر چی بلد بودم فوش، به مادرش به پدرش روز جمعه قبرشون رو قشنگ با هر چی بگید پر کردم. گفتم برو آقا تو خجالت بکشید دیگه، قرن 21 سال 2018 آمد و من و تو ما هنوز، من و شما هنوز آدم نشدیم، آدم بشیم دیگه. خب عید قربان چیزای قشنگی روی فیسبوک گذاشتن نوشتن و ببینیم چی میشه. میدونید که سالهاست شنیدم تو بعضی از کشورها، اینو مجید نوشته، تو بعضی از کشورها این اون به اصطلاح رفتار وحشیانه و کثیفی که این بره ها و حیوان ها رو قربونی کنن و خون و کثافت و اینها این برنور را بیفته و بعدم مریضی و فلان اینا از بین رفته، میگن اینا رو خیلی قشنگ ذبح میکنن، بسته‌بندی میکنن، حتی به فقرا میدن، چقدر درسته نمیدونم. آقای خوشنودی میگه شانس آوردیم جوری نشد که ابراهیم سر پسرش رو ببره، وگرنه حاجی ها باید یه پسر مخصوص برای عید قربون آماده سر بریدن درست میکردن. اینم از این ماجرا. ولی واقعا اینایی که خدا پرست هستی ببینید این خدا چقدر باید آدم مریضی موجود دیوانه‌ای باشه، شما نشستی اونجا بگی دست بچه‌تو بردار برو بالای کوه سرشو ببو تا به من ثابت کنی ارادتمند منی، میشی مثل ترامپ. ترامپ خیلی دنبال لویالتیه، لویالتی یعنی کسی که ارادت وقتی به یکی داره وای میسه، در صورتی که خودش به هیچ کس لویال نیست، پایدار وفادار نیست. دیروستالا داره میگه این قانونی که اینا فلیپ میکنن و میرن به طرف دادستان و دوستاشون رو لو میدن، این قانون باید برداشته بشه. دیشب آوردن نشون دادن که چندین بار خودش رفته دادگاه، خودش رفته اداره مالیات بر درآمد و با اونها همکاری کرده که خودش رو زندان نندازن، دوستاشو داده تحویل زندان. ولی صبر کنیم دیگه، دیروز صبح خود ترامپ هم صحبت ایمپیچمنت یا استیزا یا اخراج یا برکناری رو به زبون آورد، چون میدونه که وکیلش پری، دوست و یار قارش پری، اون بازیه بود کلاغ پر گنجیش پر. خب دوست قارش میگه من اصلا یه سری پرونده از این دارم گذاشتم توی گاوصندوق، همون آقای دیوید پیکر که این مجله های هست، وقتی دارین تو صفوای میسین میخوان پول بدید تو فروشگاه بیان بیرون، یه مجله مثلا نوشته مردی حامله شد، نمیدونم جنیفر لوپز با شوهرش با یک مرد دیگر بودن، به اینا چی میگن خدایا؟
نشریه ها یه چیز به خصوص میگن، یعنی همه هم میدونن دروغه ولی همه هم میخرن میخونن. این اینکوایری هست، یه دوست خیلی هست، یکی از این آقایون همین دیوید پکر صاحب ایناست و یکی از شغلای مهمش این یار غار که میدونید که افرادی که با حضرت محمد میگن تو اون غار فلان قایم شد، عنکبوت اومد درشو براشون عنکبوت تار عنکبوت درست کرد، اینا به اینا میگن یار غار. حالا یارای غار، چون غار سوراخ تاریخ دیگه، یارای غار ترامپ همش مسئول سوراخایی بودن که این اینور اونور رفته بوده سوراخ بازی باید پول بدن. آقای دیوید کپر فعلا یه پروندهش اومده بیرون که 150 هزار دلار داده به یه خانم پلی میت به اینا میگن که برای پلی بوی بوده و 10 ماه وقتی که این زن، واقعا زن چی بگیم بهش، این کسی که برای پول شده زن ترامپ، حامله میشه و این همین پسره رو میذار، آقا ترامپ میگه حالا من وای نمیستم که این سوراخ بنده، میرم یه سوراخ دیگه، میره با اون 10 ماه با این زن رابطه داشته و این خانم وقتی میاد میخواد بگه، اون دوست ترامپ میاد میگه ما داستان تو میخریم 150 هزار دلار. در کارهای روزنامه نگاری و اینها یه چیزی هست به نام catch and kill، یعنی داستان رو میخرن ولی پخشش نمیکنن چون یه منافع خودشون به ضرر میفته یا منافع ترامپ به ضرر میفته. در هر صورت این یکی از داستاناشه. این آقا هم دیروز رفت با دادستان و با اون بازرس ویژه هم کاری کنه، آقای ترامپ هم دیروز نشسته بود، گفت من نمیدونم این دادستان کل کشور رو که من انتخاب کردم، من انتخابش کردم ولی چرا اینجوریه، چرا با اوناست فلان اینها. اونم جواب داد گفت آقا من که وکیل تو نیستم، من دادستان مردم آمریکا هستم. شادب بالاخره این جف کوچولو هم، این جف سشن، اینم صداش در اومد. و اما سومی آقای منیفولد هست. آقای منیفولد شده چوب دو سر طلا که اگر ترامپ عفو بهش بده، ببخشتش، پاردنش کنه، حتی اونایی که تا امروز به ترامپ رأی دادن میگن بابا این که شد ماب و گنگستر و مافیا، نمیشه که دیگه، یک طرف میلیون ها دلار مالیات نداده، فلان نداده، اینا تو آزادش میکنی، فردا میخوای بچت و دخترت و پسرت و اونا همشون پاشون تو گل گیر افتاده، اونا رو آزاد کنی، میگه حتی طرفدارای خودش یه سری ازش میان کنار. تنها کاری که حالا ترامپ میتونه به دروغ بگه اینه که هی حواستون باشه اگه منو اخراج کنین، استیزا کنید، ایمپیچ کنید، بازار استاک مارکت و به اصطلاح میاد پایین، کرش میکنه. خب بکن تو چیکار کردی که این رفته بالا؟ الکی الان این ماجرای استیل و چاینا و اینا ببینید چه گندی زدن دوستان، چیزا گرون شده، کشاورزان ناراضی، قصابا یعنی مزرعه دارا، دامداران ناراضی، کارخونه چیزا ناراضی و یک فاجعه بزرگه. امروز راستی ساعت 3 قرار بود با آقای امیر حسین لادن باشیم، ایشون در سفر هستن و نمیتونن با ما باشن. مثل بیزی یا زیبی در آلمان روزنامه، وقتی فارسی می نویسی آلمان نمیدونم بی اول بخونم یا زی، بله اینجا بهش میگن اینکوایری نشنال. خیلی هست، تو شما وقتی میری عکسایی هم که میندازن عکسای عجیب غریبی روش، چپ و راستم به اونایی که تهمت زدن اینا، اونا سوشون میکنه ولی اینا انقدر پول دارن که این خیالشون نیست. پس این وسط موند آقای منیفولد. این منیفولد که از دوره نیکسون اپنداون داشته، بالا و پایین بوده، این همونه که 15000 دلار رفته داده یک کاپشنی که از چرم شترمرغ، ما تا حالا نمی‌دونستیم شترمرغ هم چرم داره، خلاصه خیلی هم زشت و آگلی، گویا یک کتی هم از بیژن خریده بود، بعدم یا بیژن شریکش نشون میداد یا پسرش نشون میداد که یک کت 12000 دلاری رو نشون میداد، طرفم گفت چه کت زشتیه، این چیه، تبلیغ میکنه میگه این کت 12000 دلاره، نگاه کنید دو تا هم دکمه داره، گفت خب من کتای دیگه دکمه نداره. در صورت وقتی ببخشید اون وقتا هم گفتن پی زیادی رو به کون میماله، میدونید که قبل از اینکه وازلین و نمیدونم لوشن و اینا باشه، مردم با همین گاوگوسفندی که تو ایران
تو خانواده هاشون تو ده هرچی بوده روغنشو میخورده، شیرشو به بچهش میداده، نمیدونم کرشو میگرفته، کشکشو درست میکرده برای بچهی که خادم مدسه پی که زیاد میمد اگه دستشون خشکی میشد، یادمه پشت دستامون اینجا آخ 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 خوش میشد، اینجوری میکردین ترک میخورد گریه. در هر صورت به ست خانده میشود. آها راست میگه، اونجا به زی میگن ست. بله بله خیلی من به ست خانده میشود. اونا هم اینا از این به اصطلاح مزخرف ها مینستن. خب عید قربان ابراهیم رو نشون دادیم، ممنون از آقای خوشنودی. و اما عکس اینستاگرام رو بهتون نشون بدم، اینو گذاشتم من که دیگه وقتی دوستانی مثل آقای انصاری به من میگه آقای سربی برادر گرامی، بنده خدا هر وقت با من صحبت میکنه میگه آقای سربی برادر عزیز لطف کن این کار رو انجام بده برای من، شما نگاه کنید که بنده با سلام و صلوات رفتم و اینستاگرام رو که لاگ این بودم، your account has been removed we are sorry to see you go، میگه حساب شما برداشته شد و ما خیلی متاسفیم که شما رفتی. واقعا که دروغ میگید یک، و متاسف اگر چیزی خوبه من باید خوشحال متاسف باشم که نیستم، من خوشحالم هستم که رفتم. اینم از این اینستاگرامم نشون دادیم. و اما آقای پرویز مینویی یک کسی است که سالهای سال دبیر بوده، مدیر مدرسه بوده، آدم بسیار زحمت کشیه، تو همین سن و سال بالا با وجودی که چشماش مشکل داره تو اون گرمای تگزاس کار میکنه در قسمت این کپسولای آتش خاموش کنی و رستوران ها، میدونی این بالای اجاقشون یه هودای بزرگیه، هود کاپوت ماشین رو اینجا میگن هود، کلار هم میگن هود، کلاهی که میکشن سرشون. خلاصه خیلی آدم زحمت کشیه ولی خیلی آدم دست و دلباز و بخشندهیه و به اینو اون کمک میکنه، بعضی وقتا به یه جایی کمک میکنه که بنده خدا امیدوار اینا آدم های خوبی باشن، بعد میبینه نه خیر. فکر کنم یه دفعه با مجاهدین اومده بود اینجا، میگه خب این مجاهدین حرفشون درسته، بعد گفت نه آقا اصلا اینا کارشون خرابه. بعد پیپل و صدها دیگر، اصلا نمیفهمم منظور شما چیه. آها پیپل هم هست، روزنامه مجله پیپل، راست میگی. نه حالا پیپل فکر نمیکنم به اون بدی اینکوایریز و اینا باشه، تایم پیپل نمیدونم، دست از زیادن دیگه. دیروز یه دوستی برای من چی فرستاد، گفت آقا نگاه کنین آقای پرویز مینویی که تو تلویزیون شما و تلویزیون ای تو برنامه داشت، ببین حالا که رفته تلویزیون کانال یک چجوری داره راجع به رضا پهلوی صحبت میکنه، و من واقعا متاسف شدم. آقای مینویی خب خیلی قشنگ شروع کرد که ببینید الان تو ایران حتما کسایی هستن که میخوان رژیم عوض بشه و با خارج هم دستن در کارن اینا، بعد یه دفعه چرخوندش، بله اینا حتما تماس گرفتن به رضا پهلوی، بعد یه جوری صحبت میکرد که آدم نمیفهمید این شما داری واقعیت میگی یا فکر میکنی امیدواری همچین چیزی باشه، حتما تماس گرفتن با رضا پهلوی و بعد اونا هم میخوان رئیس جمهور بشن اینا، ولی خب گفتن حالا بعد بغل دست هم که وای میسیم از همه نگاه میکنیم ببینیم چی قدش بلندتره. منظور از قد بلندی هم هیکل نیست، منظور ایه که ننتو بشناسن، باباتو بشناسن. آقای مینوی پس دیگه چی کار دارن کی قدش بلندتره؟ اگه شما میگفتی منظور اینه که کی دانشش زیادتره، کی فهمش زیادتره، کی تجربه زیادتره یه چیزی، ولی منظور اینه که ننت کیه، بابات کیه، دیگه چرا بغل دست هم وایسن؟ پس همینجا برگشتیم به اون دوره امیرکبیر و اینها، به دوره نادرشاه، کفاشه باید بچهش بشینه بغل دستش کفاشی کنه، فقط بچه اشراف و نجبا برن مدرسه. آقا ما اصلا خراب کارمون. آقای مینوی این شما چیه میگی؟ آقای نمیدونم نژاد، اسم آقای نژاد چیه؟ آقای نژاد میاد مثلا وای میسه برای بغل دسته، یعنی با آقای نژاد هم میگفت آقای نژاد مواظب خودت باش، خودت برابر آقای رضا چیز ندون، رضا پهلوی یا رضا پولوی. آقا این از کی قدش بلندتره؟ این از کی فهم و شعورش بلندتره؟ این فقط شکمش گنده تره برای که مفت خورده و بزرگ شده.
اینم یک کسی از 304 زنگ میزنه از این پدر سوختای هستن که هی میگه وارانتی ماشین تموم شده، اگه میخوای یکو فشار بده، اگه نمیخوای که ما دیگه بهت زنگ بزنیم، اگه میخوای که بهت زنگ نزنیم دور فشار بده. شما دور فشار میدی، باز فردا خود همین پدر سوخته زنگ میزنه. عجب زندگی ساختن برای مردم. اینم از این ماجرا. خب وضعیت ایرانیان پناهجو، بذارید من اینو پیدا کنم برای شما بذارم اینجا. آها جالب اینه که یه عده به این بند خداها فوش میدن، آقا نمیخوای پاشو برگرد برو ایران، مگه دعوتنامه فرستاده بودن فلان بیساره. بله یه آقای اومده نشون میده که توی آلمان داره تو دستشویی کار میکنه و میگه ایرانیا اگه میخواین بیاین اینجا باید طرز تمیز کردن دستشویی رو یاد بگیری. خب فارسی هم خوب نیست، مثلا به توالت فرنگی میگه توالت فرهنگی، احتمالاً این از تو ایران فکر میکرده این توالت مال اونایی که با فرهنگن، چون خیلی فرهنگن به جایی که سطح فرهنگشون بره بالا سطح باسنشون رفته بالا و بالا میشینن اون کارو انجام میدن. براش نوشتم عزیز من این توالت فرنگیه، دلیلش اینه که تو فرنگ اینو درست کردن. بعدم تازه وقتی بری بخونی این از تو روم باستانم اینجوری بوده، حالا اگه اونا رو ما شرق بدونیم از توی کشورهای قدیم اینجوری بوده، یه سکوی بوده میرفتن مینشستن، تازه اونجا هم که مینشستن مثل حمام عمومی با هم صحبت میکردن، بعد دیگه هی خیلی پرایوت شده خصوصی شده و فلان. نه بله، حسینی دلقک دستگیر شده توی فرودگاه هنگام فرار. همین محمدی یا حسینی کدومشونو میگی؟ من نمیفهمم حسینی کدومه، این دیوونه که دلقک آخوندا بود یا اون حسین محمدی بود؟ یادم رفته دیگه. چیه کدوم فرودگاه کجا بوده این کدومشونه، یکم توضیح بده ببینیم کیه. ولی دو نفری که دستگیر شدن FBI یا اداره پلیس یا هرچی میگه که اینا عکسایی گرفته بودن از تظاهرات تو نیویورک و اینها، اسامی هم زیرش نوشته بودن. چه جاسوسای بدبخت عقب افتاده لوتکی بودن آقای گلن ترشیزی، که اینا هنوز عکس میبرن میدن چاپ میکنن زیرش هم با خط خودشون مینویسن تو کیف سامسونتشون میگیرن از این فرودگاه به اون فرودگاه. و جالب اینه که حالا وکیل چیز قاضی 75 سال به طرف زندانی داده. جاسوس اسرائیل میاد اینجا جاسوسی میکنه 5 سال بهش میدن، جاسوس آمده اینجا جاسوسی کرده از این عملیات عجیب غریب مجاهدین عکس گرفته، آقا اومده ساندویچ داشته میخورده جلو سازمان ملل، اسمش نوشته حسن علی خان 75 سال. ببینید مجاهدین کارشون اینجا چیه، توی آلبانی جدا شده ها رو میزنن، پدر مادرها رو تهدید میکنن، توی آمریکا خیلی پیشرفت کردن جاسوس بازی میکنن. گفتم آقای فیلابی خوب که ما نمیایم توی این برنامه‌های شما، لابد فردا میگفتن این سوربی آمده جاسوسی. خودشون از من دعوت میکردن، چون ازشون پول نمیگرفتن میرفتم براشون فیلم برداری میکردم، تو خیلی برنامه صحبت کردم چون منظم بودم مرتب بودم. آقای حسین پلا نهار میپرد، دادستان تقاضای 75 سال کرده. آقای علیرضا سلیمانی دمت گرم که این ماجرای دادستان رو گفتی. شما که اینجا هستی برو توی یوتیوب اسم جان آلیور، مثل آلیور تویست بود، بزن جان آلیور، یک انگلیسی کمدینه، بعد بزن راجع به این دادستان ها ببین وای چه فاجعه بزرگی. میگه این دادستان ها میان برای که سرشون شلوغ نباشه و برای که موفق بشن تو انتخابات و نمیدونم فلان اینها، طرف که میدونن بیگناهه بهش میگن ببین اگه بریم اونجا تو دادگاه تو ممکنه محکوم بشی و اگه محکوم شدی بدبخت 30 سال زندان ها، تا آخر عمر زندان ها، پس بیا الان اینجا بنویس من گناهکارم ما 5 سال بهت زندان میدیم. اینو برید یا لینکشو بفرستید اگر خوشنودی اینجاست، اگر کسی میتونه پیدا کنه. فرخ بزن جان آلیور talking about این prosecutor talking about judicial system and prosecutors in America. 2500 تا ما دادستان داریم توی آمریکا.
و ببینید چه فاجعه‌ای، چه جنایتی. طرف رو 40 سال تو زندان نگه داشتن، حالا فهمیدن این بیگناه بوده. به دادستانه میگی شما ناراحت نیستی؟ میگه نه من خوشحالم که این اعدام نشد، و چون اعدام خیلی بدتر از این بود. میگه آقا تو اینو بیگناه انداختی زندان، چجوری شبا میخوابی؟ میگه ما کارمونه. اینم ماجرای دادستان. رئیس ریستارت، اگه این رئیس ریستارت رو گرفته باشن، من واقعا خیلی خوشحالم. من هیچ وقت نه از مریضی کسی خوشحال میشم، نه از فوت کسی خوشحال میشم، نه از دستگیری کسی، حتی دشمن. ولی این مرتکه احمق، آخه پوفیوز، قیافت که از من کج موجتره، هنرت که هنری بوده که ملیجک بودی آویزون به گند و بیزه آخوندا، و الا توی این ایران این آدم های بسیار قشنگ، این جوان های شیک مرتب، تو با این چک و پوز تصادفیت، با اون لوسبازی های هندی خوندنت چجوری شده بودی؟ هنرمند که اینقدر پولساز بشی که با پولاد بری چه کسافتکاری هایی بکنی، دادگاه مسئله پیدا کنی، فرار بشی، فراری بشی. احمق فرار کردی، یک بار پرایدی ملخی، دو بار جستی، یک بار جستی، چون ملخ می جهد. بله خیلی خوشحالم. حسینی ریستارت، حسینی ریستارت کسی بود که میگو به ما میلیون ها دلار دادن که بریم، و یه دوربین 20 دلاری نمیخرید بذاره اونجا. تلویزیون پارس رفت، تلویزیون مرسی با آقای فرزان دلجو رفت. میگم اینجا اومده بود این بنده خدا آقا رضا فرنود، گفت آقا این رستوران دست تو، آگهی هم ما میدیم شما مردم. گفت آقا این کوچیکه. گفت آقا بهتره پر بشه تا یه جای بزرگ بگیریم نصفش خالی باشه. گفت نه آقا من اگه بگم 5000 نفر میخوان بیاد، وا شما چه خاکی تو سرت میکنی؟ گفت آقا 200 تاش میاریم تو، 4800 تاش میگیم هفته دیگه بیا، هفته دیگه میریم این کارنگی هالو میگیریم. مردی که از اینجا در رفت، رفت کالیفرنیا، کالیفرنیا از این تلویزیون به اون تلویزیون، لوس نانو چادر میپوشید، رو میز را میرفت، هیچ گوهی نشد. یعنی یه گوهی شد، چون گوه بود که از ایران اومد، گوهتر شد. امروز هم که شما میگی آقا لینکشو بفرست ما خوشحال بشیم، بله اکبری هم میگه همون دلغکه، آقای سلیمانی هم میگه حسینی ریستارت. اصلا این کلمه ریستارت رو هم بد استفاده، ریستارت شما کامپیوتر تو ریستارت میکنه، چی رو ریستارت میخواست بکنه؟ زندگی عقب افتاده شو با این سن و سال، نه زنی داره، نه بچه‌ای داره، نه فامیلی داره. اولین باری که به بی‌معنی، به اصطلاح پوک بودن این پی بردن، موقعی بود که مصاحبه کرد با آقای اون حسینی، کی بود؟ کامبیز حسینی. کامبیز حسینی بهش گفت آقا شما اینجوری بی پروا حرف میزنی، خب خودت میگی آخوندا پدر مادرها رو میگیرن، برادر خواهرها رو میگیرن، چوب تو آسینشون میکنن، شما ناراحت نیستی فامیل تو اذیت کنن؟ گفت نه فامیلای من دموکراتن، با من کاری ندارن. مرده که دوا کشیدی فامیلای تو با تو کاری ندارن نیست که، این داره میپرسه که آخوندا با فامیلات به اصطلاح چیز نیستن، اذیت نمیکنن؟ ولی نه معلومه یه گندی مستر رو فرستاده بودن اینجا که تو هم یه سری دیگه مردم رو سر کار بذاری. در صورت میتونم بگم اولین باری که من خوشحالم که یک دلغکی رو واقعا گرفتن. البته اینجا کار دلغکا هم خراب شده. خب بذارید من ببینم این نامه این باکس پتیک رو پیدا کنم که گفته بود اگه آقای ایران بومی بخواد کاری کنه من حاضرم کمک کنم. من اون ویدیو رو بیارم بذارم اینجا، پناهندگی آلمان برلین، این بوده این لینک رو میخوام یه چند دقیقهش نشون بده. آخه تا نشون میدم بعد یوتیوب ما رو از همین 2 سنتی هم که در می آوردیم قطع میکنه، قطع کنه گور پدرش. ما تا پتیکو داریم یوتیوب رو نمیخوام. بذارید اینجاست، با هم این روشن میکنیم، گوش بدین. بعد طرف به جایی که بیاد بگه ناراحت نباشی این نیز میگذره، دوران بدیه، منم بودم ولی الان اومدم اینجا، شما باید هدفتون این باشه اون باشه، شما اونجا با هم جمع بشید گروه هایی رو تشکیل بدین، نه
همه هی فوش، مگه کسی فرستاده بود دنبالتون؟ بیان با هم ببینیم. بزنم صدا شو. بیان براتون بگم. من خودم یه پناهنده سیاسی هم که جدیدن به برلین اومدم، از ایران به برلین اومدم و از وقتی که اومدم مشکلات اومدنم و مشکلاتی که تو کشور خودم داشتم فراموش کردم. تازه اینجا با مشکلات خیلی شدیدتر، خیلی بزرگتر، خیلی حادتر روبرو شدم. من حدود تقریبا 53-54 روزه که اینجا هم، حدود یک ماه خورده میشه بعدم توی وضع فلاکتبار. دوستانی که در آلمان هستید یا کشورهای دیگه هستید، جا افتادید، بلدید، سازمانهایی رو میشناسید که به اینا کمک میکنن، چون این بیچاره ها درست میگن، میگه خب اینجا سازمانی نیست کمکتون کنه، میگه اگه هست ما هم نمیشناسیم، میگه تو خیابون رو در و دیوارها نوشتن، میگه خب اگه نوشتن هم آلمانی نوشتن ما نمیتونیم بخونیم. یه آقایی هم هست نسبتاً مسن، اتفاقا اون جزء اونایی که نگفته مثلا عکس منو بلر کنید، تار کنید، کسی نبینه. تقریبا زندگی میکنم یه جای ناام، یه جای داغون. من از 24 میلادی وارد آلمان شدم، الان حدود 48 روز هست که تو همین 4 طبقه دوم دارم زندگی میکنم. به قول دوستم ما واقعا مجبور شدیم، ولی مجبور نمیشدیم هیچ وقت نمیومدیم. از همه لحاظ اینجا ما تو یعنی آرامش نداریم، از لحاظ نظافت، غذا، امکانات دیگه، یعنی امکان ما به خاطر این چیزا نیومدیم اینجا که الان چیزا رو یه ذره بهمون دادن بخوام احساس رضایت کنیم. به خاطر این اصلا کلا ما ناراضی هستیم. اصلا پناهندگی حس خوبی نیست، حس خوبی نیست در کنیم. ما هم از روی اجبار اومدیم اینجا، وگرنه مجبور نبودیم ما بهشت خودمونو بده میشهد. مشکل خود من از روزی شروع شد که تو هایم موقت اومدم و اونجا زندگی کردم. من حدود 4 ماه توی هایم موقت که بدترین جز بدترین هایمای توی کشور آلمان زندگی کردم. من با همسرم توی یه اتاق زندگی میکردیم. اتاق بغل دست من یک پناهنده چچنی بود که ایشون دام الخمر بودن. ستای دستشویی بریم، ستای همون بریم، بعد خدایی نکرده وقت مامان همداداش هم جای ترمین داشته باشم، من مجبور باشم تنها تو خونه بمونم. شاید یک ساعت بشه، شاید دو ساعت، من تمام این مدت تو خونه تنها میرزم. باورتون نمیشه من چاقو میذارم پشت اون در که اگه کسی در رو باز کرد خواست حرکتی انجام بده من فقط تو خودم دفاع کنم. فکر کنید خب روز اول ما حتی شماره پلیس توی آلمان هم نداشتیم که زنگ بزنیم و بگیم بیاد، و این یه مشکل خیلی بزرگ روحی بر خودم هم درست کرده بود. یعنی وقتی که صدای پاشو میشنیدم همشه تمام بدنم میلرزید. نگهبان داریم دم ورودی هم، ولی اون لحظه واقعا هیچ که جرأت نمی کرد از تو اتاقش بیاد بیرون. و هر روز صبح هم که می رفتیم اعتراض می کردیم می گفتم اون لحظه که چاقو کشته شما باید بیاید بیرون. واقعا اون لحظه هیچ کس جرأت نمی کرد از تو اتاقش بیاد بیرون، چون که اون خیلی مست بود، انقدر مست بود که امکان داشت هر لحظه همون چاقو رو به هر جای بدنت بزنه. و یه چیز خیلی بزرگی هم که بود تمام دوستان این الان تقریبا سه به طرف 4 12 دقیقه است. من این لینک رو هم براتون میذارم روی فیسبوک. اجازه بدید از فرخ عزیز تشکر کنم. فرخ جان، حالا چون داشتم فیلم رو نشون میدادم پیامت رو دیدم، من پیام ها رو دیگه چک نمی کنم چون خسته شدم از بس به دوستان گفتم آقا اینقدر پیام نفرستید کلن همه رو دیگه میخوام چک نکنم. وقتی یه چیزی مثل این هست، مخصوصا وقتی من ازتون خواهش میکنم اینا رو بذارید همینجا، مثل این که الان من گذاشتم، من اینو از فیسبوک از چیز شما به اصطلاح از پیام شما برداشتم گذاشتم اینجا و ممنونم ازت. این ویدیو رو پرنده های فارسی زبان توی لینکش رو
اجازه بدین لینک اینم براتون بذارم و اینا رو بعداً نگاه کنید. شما هم اگر آقای مهران احتشامزاده، خیلی ممنون آقا مهران، من اسم شما رو یادم رفته بود و خیلی خوشحالم که اینجا هستی دوست عزیز. اگر بتونید این دوستان رو کمک کنید، حتی اگر به کمک مالی احتیاج داشته باشید، دوست ما آقای پتیک چون در آلمان بوده خودش گفته که من حاضرم به اصطلاح کمک کنم، همین که مثلا اینا رو زودتر از اون هایم بیارن به خونه شون. بعد ایرانی ها، من میدونم ماها حخنازه هستیم، افادمون بالاست، مثلا وقتی میریم اونجا اگه یه تلویزیون کهنه یه نفر آورد بهمون داد، میگه آه تلویزیون کهنه، من گدا هستم، برو بنداز جلو فلان، من اونجا پول نفت دارم فلان اینا. خب یکی هم بگه آقا اگه پول نفت داری مگه دیوونه هستی اومدی اینجا؟ من بهتون گفتم یه آقای آرایشگری بود، ارمنی هم بود، این با گالسکه بچهش میرفت، خانمش گالسکه بچه رو بغل میکرد، این تو گالسکه پر چی میریخت، بعد میمد بیرون، میگو من آرایشگر گوگوشم بودم. گوگوش خانم اگر آرایشگر ارمنی آرایشگرت بوده، این دوست ما توی هخان با ما بود. بعد میگفتیم آقا نکن این کارا، اگه بگیرنت رفتنت به اصطلاح منتفی میشه ها، برات میگردونن ایران. میگو گور پدرشون، این پول نفتمونه که ما از اینا طلبکاری. خب ببینید اونا با اون طرز فکر، حالا امروز این خانم دختر جوون میگه من وقتی میخوام حمام برم بابا و ننه‌مم باید بیان اونجا بشینن، وقتی هم میخوام بریم یه جا بریم ستامون با هم بریم، اگرم یه قراری دارن دکتری چیزی اینا تا میرن و میان من جونم میلرزم. چرا؟ برای که ایرانی که اومده تو آلمان یه سازمانی را ننداخته که ایرانی تا میرسی بیا اینجا خودتو رجیستر کن، من بفهمم دردت چیه، کمکت کنم. ولی میخواد بره ایران رو آزاد کنه. آقا تو اگه پخی بودی ایران رو میتونستی آزاد کنی؟ گوستال همونجا میموندی، مثل سربی ترسو در نمیرفتی. حالا که ترسو بودی در رفتی، بگو من ترسو هم، من نمیتونم اون کارها رو انجام بدم، یه سری کارهای دیگه انجام میدم. نه اینجور گردم کشی چاقو میکشم یقشون میگیرم، یه مشتی قرصی، یه مشتی قرصی مریضیم، یه مشتی قرصی معتاد. نو من اونم که رستم بود پهلوان، آقا همون رستم عوضی سر بچه خودش برید، نمیدونم به بچه خودش زخم زد از بس نادان بود. بشین شمشیرتو بذار پایین، یه فکری کن برای این پناهنده ها، دختر جوونی که میگه میره میشه زن آلمانیه 60 سال از خودش پیرتر، برای که بتونه تو خونه اون حمام بره. حالا خود خونه های آلمان هم قربونش برم اینقدر کوچیک و تنگ و تاریکه که چی نداره، مخصوصا بعد از اینکه آلمان شرقی و غربی یکی شد. من یادمه تا اون موقع که ما اونجا بودیم فقط وست جرمنی بود، اگه میخواستی یه اتاق کرایه کنی تا صبح زود باید میرفتی دم روزنامه فروشی، تا میمد روزنامه رو نگاه میکردی، یه نمیدونم فلان توی کایزرشتراسه، کایزرشتراسه چی بود؟ همه جندخونا اونجا بود، همه آلات سکس اونجا بود. خب بدبخت برد نبود که، تنها جایی که میفهمید اینه، گرونترین اتاق رو بهش میدادن، یه اتاق شتی مای نفسنا 700 مارک اون موقع. بعد بلند شدیم رفتیم دو تا شهر اون برتر، دیدیم ای بابا برو باکتروتناق یا آپارتمان سه بدرومه با یک حمام و توالت و آشپزخونه تمیز 700 مارک، اون موقع مارک. اینا رو همین آقا مهران، اگه این آقا مهران به یه نفر بگه، به اینا بگه آقا اینا دارن اجاره میدن اینجا، یه نفر ایرانی بیاد این پولا رو بگیره براشون ببره یه اتاقی بگیره، اتاق بهتری بگیره، نه که ایرانیه بره پولا رو بگیره بخوره از اینجا هم در به درشون کنه، که میکنن، که قبلا انجام دادن. در هر صورت آقای احتشامزاده یکی از کارهایی که انجام میده، بله میگه آقای سوربی هایم های پناهندگان سکیوریتی داره. عزیز برادر دقت کن، این خانمه گفت البته ما اینجا سکیوریتی هم داریم، سکیوریتی دم دره نشسته اونجا، ما توی آپارتمانی هم اتاقمون چچنه از عصر یه ودکای سگی اسبق اونجا نشسته خورده، حالا مست کرده، برای هر کدوم از ما که سکیوریتی ندارم. باید دیگه اقلن حرف هموطنمون رو قبول کنیم.
میگه بعد فردا که میریم میگیم، میگن این همون موقع که مسته شما بیان بیرون، میگه ما از ترس تو اتاقیم، چاقو دستشه داره عربده میکشه، چجوری من از اتاق خودم بیام از هالوی برم سکیوریتی؟ نکن دیگه آقای احتشام زده، برنامه ما رو خراب نکن. ما اینجا داریم مرشد بازی و بچه مرشد بازی پرده آویزون کردیم، ببین چه اتاقی، چه پردهی، چند تا تلویزیون روشن کردیم اینجا، مردم رو جمع میکنیم براشون روزه میخونیم، شما میای میگی اینا دروغه؟ نمیشه که آقا فیلم درست کرده، زیرنویس نوشته، یکی دوتا ستا دهتا که نیست که. شما فوری ببین کجاست، برو اونجا بهشون بگو همین سکیوریتی داره، بگو آقا این تلفن من هر وقت این تو اینجاست به من زنگ بزن، من به سکیوریتی زنگ میزنم. راه حلش اینه دیگه. آقا مهران یه تلفن بده به اینا، هر وقت این مرد که چچنی داده بیداد کرد، هر وقت اون یکی اومد تهدید کرد به من زنگ بزنید، من زنگ میزنم به سکیوریتی، سکیوریتی با اسلحه با باتون از اون ور میره. نه این میخواد بیاد بیرون به خطر بیفته، میترسن اینا، اینا از ایران اومدن بیرون. عزیز برادر دستم ممنون و متشکرم. این یوتیوب پرس لاست ویک تونایت ویت جان الیور اچ بی او، خیلی ممنون، همون گرفتم گذاشتم فرخ جان، همون که گذاشتم اون بالا از چیزی که شما تو پیام خصوصی فرستاده بودید. دستم ممنون و متشکرم، خیلی ممنون. شماها همتون با من اینجا سهم تهیه کنندگی دارید. این داور فرخ، دوست داورم هست داور، اون موقع ما نمیدونستیم این چه پول خوبی، یه دفعه شروع کرد ساختن، پولی که خودش هم براش عجیب بود، شبی 2000 دلار فرش فروشا بیان تو سر هم بزنن، اون میان میگه من میخوام بیا آقا. ببین اینجوری برنامه خودمونی یعنی همین. دوستان لطف کنید این شماره تلفن آقای مهران رو بنویسید، به دوستان دیگه هم بدید، خودش هم فعاله، من میدونم این خودش مسافرت میره این برور میره به اینا کمک میکنه. مهران جون من ممنونم ازت، خیلی ممنون. آقای سوروی دوستتون دارم، ما هم شما رو دوست داریم و شما میدونی معمولا به اونایی که دوست داری اذیت میکنی، بچه تو دوست داری، همسرتو دوست داری، پدر مادرتو دوست داری، برادرتو دوست داری، به اونا اذیت میکنی. غریبه ای که نمیشناسی دوستش نداری، اگه طرف ازش بپرسن آقا سوروی بهت اذیت کرده، میگم اصلا این مرد کار نمیشناسم. خلاصه اگه گهگاهی هم اذیتت میکنیم برای اینکه دوستت داریم، شما رو جزو خانواده خودمون میدونیم. دستم ممنون و متشکرم. شماره تلفن آقای مهران احتشامزاده 2049 که پیش شماره آلمان، 15 22 95 47 251. خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم وضع اونام درست بشه و هر کشوری که میخوان برن برن. یا اگر حالا که اینجا هستیم بذارید من یه چی بهتون نشون بدم. من وقتی داشتم این ویدیوی این خانم، یعنی این برلین دوستان آلمانی، کمپ پناهندگی آلمان در برلین رو نگاه میکردم، این کنارش اجازه بدین بهتون اینجوری نشون بدم. شما میدونید یوتیوب صفحش بغلش یه سری ویدیو در همین رابطه به شما نشون میده، مثلا اگه نوشته پناهندگی، هر چیزی که با فارسی نوشته باشه پناهندگی، اون رو هم میچپونه داخل این که شما اگر خواستی بعد از این ویدیو بری اون رو نگاه کنی. حالا شما حواستون باشه کجا بود؟ آها، من وقتی داشتم اینو نگاه میکردم بعد دیدم اینجا نوشته نحوه اخذ اقامت از طریق پناهندگی. گفتیم خب روی اینم بزنیم ببینیم این چی میگه، ما هم یه چی یاد بگیریم به دیگران بگیم. ببینید اینجا نوشته شرایط پناهندگی، اینجا نوشته مصاحبه با پناهجویان در برلین، دیگر توان، پخش زنده، برنامه فلان، همینجوری. حالا ما روی این که کلیک کردیم، شما ببینید چه اتفاقی میفته. این خانم که میاد، که حالا چقدر از صبح وایساده بزک کرده که میخواد بیاد جلو بنده خدایی که پناهنده هست و فعلا چیه صحبت کنه، ولی خب با همه اینا ممنون. میدونید یه عده بیکار نشستن اینجا که صحبت کنن. این خانم خیلی سخنور خوبه، خیلی قشنگ صحبت میکنه، اطلاعاتی هم که میده دقیقه، هم انگلیسیش خوبه هم آلمانیش و اینها. خب
بعد نگاه کنیم یه آقا رضای 1349 آمده اینجا نوشته الهی قربونت برم تو پناهنده هستی. باور کنید من اینجا ربع ساعت میخندیدم، گفتم آخه من نمیدونم این آقا رضا چقدر بدبختی کشیده، چقدر تنهایی کشیده. آقا این همه سکس دیگه الان تو اینترنت سر انگشتتونه، تو چه آدم ذلیل و بدبختی هستی که یک دختر خانم ایرانی که میبینی فوری اینجوری دست پاد میره ازه. ببینیم لیلا خانم چی میگه. میگه که زنده با دولت آلمان که به این ایرانی های دریده کتک خورده رژیم اهریمنی آخوندها کمک یا در نظر دارد که کمک کند. چرا بهشون میگه ایرانی های دریده بنده خدا؟ خانم لیلا میلانی شما چرا ناراحتی؟ مگر جای من و شما را تنگ کردن؟ آقای اکبری میگه دعوا نکنید اینجا، دعوا برید تو اتاقای خصوصی. سوربی جان لطفاً به لیلا میلانی جوابی بدهید. آقا من مگه شعبون بیمخه تا هستم فرخ که جواب بدم؟ خودت جواب بده. آقا برگردیم به این ماجرای داور. نمیدونم چرا میخواستم حالا مسئله داور و تلویزیون ها و اینا رو بگم. آها آها، نقل کارگردان یا تهیه کننده بودن فرخ. این داور، من اون موقعی که تلویزیون ایرانی شروع کردم وضعم خیلی خوب بود الحمدلله، هنوز از آخونده حقوق نمیگرفتم، حقوقمون خوب بود، دولت آمریکا اینجا ویداد و درآمد خوبی داشت که همین به بهانه معتاد همین آقا داور برفا رو نشون میداد، میگه ملت نگاه کنید هر یه برف، اینجا میگن snowflake، ما نمیدونم بهش چی میگیم، هر یه چیز پنبه برفی که میمد میگفت این سوربی 50 سنت میسازه. درست هم میگفتم، من یه شب یه دفعه 30,000 دلار میساختم، توی یه هفته مثلا زمستون یه دفعه 150,000 دلار میساختم. خلاصه ما آمدیم اونجا، ما که به هوای پول نیومدیم. حالا اونجا چلو کبابیه چلو کباب می آورد، اونی که نمیدونم اهل تریاک بود تریاک می آورد، اونی که عرق خور بود عرق می آورد، نمیدونم هرچ خوراک می آوردن درست می کردن. یا آقای قمی بود خانمش کیترینگ می کرد، این فرش فروشی داشت، بعد خانمش چون عرب بود از این دیسای بزرگ می آورد خوراک درست می کرد و اینا. خلاصه یه جای خوبی بود، یه مدت خوبی بود. داور هر شب می گفت که من الان یکم وضعم بده، می دونید اینجا رو گرفتم اینجوریه فلان. می گفت آقا چرا به من توضیح می دی؟ وضعم بهتر بشه به شما حقوق می دم، پول می دم. من گفتم من پول نمی خوام که من آقای حسیبی، همین حسیبی بدبخت دزد احمقی که برای 200 دلار آبرو خودش برد آمد به من پول، کیفشو باز کرد گفت پول بهت بدم. گفتم برای چی؟ گفت برای که من تو برنامه بودم. گفتم من که پول نمیخوام. گفت خب اینجا، گفتم برو بده به این بهبانی، این بهبانی 8ش گیره و 16 شه، این پولی که در میاره خرج دوا مواش نمیشه. گفت این مادر قهوه اگر من پولامو جلو سگ بریزم تو جوب آب بریزم به این نمیدم. چنین آدم مزخرفی این بهبانی. خلاصه داور همیشه میگفت هر وقت پول گیر من بیاد به شما میدم، که حالا بعد از ماجراهایی که بالاخره با محمد شریک بود، با شرکای دیگه، با قاری فروشا مسئله داشت اینا، که اونم بنده خدا اگه نگاه کنی زندگیش همیشه همین بوده، یه اتاق کوچولویی که اون موقع مدرسه ایرانی ها بوده، الان هم همونجا میخوره، همونجا میخوابه، همونجا برنامه داره و الی آخر. حالا منم به شما گفتم حالا انشالله اگه یه وقتی تلویزیون مردم به اصطلاح چیزی شد ما حق شما رو میدیم. بله خانم لیلا میگه این ایرانی های ابله پرتوقع باید از دولت آلمان تشکر کنند که اینها را به کشورشون راه دادن. نه عزیز من اینجورم نیست خانم لیلا میلانی. ضمن این که من اونایی که پرتوقع هستن بهشون میگم بابا جون شما وقتی میخواستی بیای اینجا، این ببین اشکال اینه که بعضی هاشون میگن آقا ما تبعیدی، شما وقتی بگیم ما تبعید اونا هم هر بلایی به سرت بیارن یعنی شما قبول داری، چون شما حق انتخاب نداشتی. ولی وقتی شما حق انتخاب داری میخوای بیای یه جا، مطالعه کردی، با دوستت تماس گرفتی، با فامیلت تماس گرفتی، به داداشت گفتی من اگه رفتم پول نداشتم این کارو انجام بده فلان اینا، برنامه چیدی. اگه برنامه نچیدی دوست عزیز تقصیر شما بوده. ولی خانم میلانی گرامی با همه اینها
شما میدونید تمام این مخارجا رو از دولت ایران میگیرن؟ این یونایتد نیشن که دلش برای من و شما نسوخته بیاد دفتر بذاره، دستک بذاره، حساب بذاره، کتاب بذاره، تا میای تو اهل کجا هستی؟ اهل ایران. اینه که بعضی از این دوستان نادان و احمق من اینجا بعد از 30 سال هنوز میگن ما که پناهندگی نمیدیم. من مامانم داد به یه آمریکایی، آمریکایی گفت خب من برای بچت گرین کارت میگیرم. میگم پوفیوز، روز اولی که رفتی شوالباخ شغالباش اسمتو نوشتن، دولت ایران میدونسته که تو پناهنده هستی، از دولت ایران پول گرفتن، اینا پول میگیرن و چون حیف و میل میکنن اینجوریه. اینی که شما رو تو حایم موقت نگه میدارن، میگه تو حایم موقت فعلا تا این بلد نیست، تا این سرش نمیشه کجا به کجاست، ما به جای اینکه به هر کدومشون یه اتاق بدیم، خانم تو آلمان تو هلند هر زندانی اتاق داره، دستشویی داره، توالت داره، حق ورزش داره، کتابخونه داره، جیم، جیمناستیک چی میگن، جیم، اتاق ورزش داره. اینا رو اونجا مثل آدم تریت نمیکنن. خود بنده یه خانواده ای رو توی اتاق نگه میدارن، اتاق بغلی یه خانواده دیگه ایرانی. حالا ما شانس آوردیم خودمون ردیف کردیم، اونجا آقای بختیاری بود، اونجا آقای صدیقی بود، اینجا سربی بود. اینا آمدن هول شدن. چرا هول شدن؟ یه سری پوفیوزی که ویزاشون، پاسپورتشون که میگیرن پا میشن میرن اونجا، هی پوز میدن، از سوئد مخصوصا این بدبخت ها پا میشن میان، فکر میکنن تا پاشون برسه به آلمان نمیدونم همه میگن ویلکامن و ببرنشون بهترین جاها. اینجوری نیست. بعد خب میگه که همین ایرانی های مشنگ هزاران هزار دروغ به مقامات آلمانی یا هر کشور دیگه میگوین، همچنین که اقامت میگیرن کشور میگیرن به گرفتن و از به ایراد گرفتن از همون کشور. آقای اکبری هم به ایشون میگه خانم اگه منظورت من هستم، من سال 79 برای تحصیل آمده. آقا برای کجا به شما گفته، کار به شما نداره. خب من سال 79 برای تحصیل آمدم آلمان و بعد از دانشگاه فقط 10 نفر آلمانی حقوق بگیر دارم و به اندازه کافی هم مالیات دادم، خدا رو شکر. پس ببینید سوربیه به این آقای اکبری میگه آقا تو که وضعیت خوبه کمک کن، بی خود نیست، یه بوی پولی میمد اینجا آقای اکبری. خب آقا با هم دعوا نکنید. خانم میلانی شما هم یادت باشه بهشتم اگر آدم ها رو بفرسن، آدم ها بعد یه مدتی شاکی میشن، اب نداره. طرف عکسش نگاه کن، من یاد عزیزان افتادم، یکشون هم لاغره هم جوونه، مثل چند سال پیشی که عزیزان من اولین بار دیدمش، دیدم یه آدم لاغر جوون دانشجو. این تا موقعی که تو خونه بوده ناراحت بوده که حالا چرا من تو خونه بابا هستم، زن ندارم، بچه ندارم، دوست دختر اگه دارم نمیتونم بیارم. الان که اومده اونجا میبینه اینجا زن نداره، بچه نداره، دوست دخترم نداره، مهر و محبت مامان و بابارم نداره، بهش اجازه بده هومسیک باشه، بهش اجازه بده گریه کنه، بهش اجازه بده من و شما شانه سنگ صبورش باشیم. گفت شانه هایت را برای گریه کردن دوست دارم. فوشش ندیم آقا. خانم شما که مادری مخصوص. بله اینم از این وضعیت ایرانیان پناهجو. دوستان آدم از فشار خون ممکنه مرض قلبی بگیره، از کمی فشار خونم ممکنه به اصطلاح قلبش درد بگیره. پس که تو کیس ما اینجوریه، این آقای دکتر ما لطف کرد دوای فشار خون ما رو برد بالا. از موقعی که دوای فشار خون ما رو برد بالا، چنان فشار خون ما آمده پایین که ما یه دو بار متوجه شدیم از جا بلند میشیم مثل که سرمون گیج میره، اینجوری دلنا میشیم یه چیزی رو برداریم. البته بدم نیست، حبیدا بهش گفتودن چرا بند کفشت بازه، گفته بود میترسم دلنا بشم توش یک بانک صادرات بسازم. حالا اینجا تو آمریکا سعی کنید دلنا نشین، هم ممکنه فشار خونتون پایین باشه، سرتون گیج بره، بهش میگن مثل دیزینس یا لایت هدد بشین، هم اینکه توش یک استارباک بسازن. اینجا اگه بانک صادرات نیست در عوض استارباک میسازن. اینم از این ماجرا. هر کسی را به زمان خود به زمان خود مشمار. بله خب اینم از این.
و اما ببرمتون مارگاریتا. دوستان روز جمعه است، مارگاریتا اسم خانم های اسپانیش که هست، هیچ اسم یه مشروبی هم هست که میکسه. دوستان یادتون باشه مشروبای میکس، یا این چی میگن اسم دیگه، اسم تیش مامانی که وقتی میری این منیو رو میذاری جلوت نوشته، موقعی درست شد که مشروبا رو به جایی که شرکت‌های درست حسابی و بزرگ و با دستگاه و اینا درست کنن، هر کس تو خونش، تو حمام خونش، تو توالت، پشت مزرعه درست کرد و بعض وقتا بدمزه بود رنگش. کاکتل که همون کاکتل مالاتوف هم اینا میگن، مالاتوف کاکتل محصول دوتا چیز اینا میگن کاکتل. اینا اونجا درست شد. مثلا طرف ودکا درست میکرد از سیب زمینی، دفعه قبل خوب بود چون به موقع رسیده بود ورشته، این دفعه مثلا شوهر خواهرش اونجا بوده جلو اون نیومده به دیگه عرقی برسه، بد شده فلان نه، بعد میگه آقا خیلی بدمزه اصلا نمیشه بخوریم، میگه خالی یکم آب اورنج جوس بریز توش بخور خوب میشه. این میکس که میکنی برای مشروبای بده. بعد من میبینم دوستان میرم مثلا یه جایی میگه مارگاریتا، بعد میگه که تکیلای پاترون. آقا خانو اون تکیلای پاترون رو باید تنها بخوری، این برای هر تکیلای آشغالی رو با این شما میکسش میکن. یا بعضی ها دیدم میگه مثلا فلانچی، بعد میگه ودکای گریگوس، هی گریگوس بخوره تو سرت، این گریگوس به این گرونی. بله، در کل به ایرانی های نمک نشناس بودن. اینم از این. خب آقای جهانگیر کجا هستی؟ شبای جمعه شنبه برنامه ایرانی هست یا ما ایرانی ها باید اینجا خجالت بکشیم؟ این همه ایرانی یک جایی نیست که بتونیم یه آهنگ ایرانی گوش بدیم. اگه جایی هستی آگهیشو اینجا، پوسترشو تو همین فیسبوک مجانی بذار، من میبرم برات رو صفحه اصلی تو برنامه هم میگم. جهانگیر یکی از اون خواننده هایی هست که من فکر کنم انقلاب باعث شد این بنده خدا مثلا وقتی آمد اینجا به اصطلاح مثل اون خواننده های دیگه، گرچه اینم موفقه، حالا ممکنه از لحاظ پول مثل اونا نباشه ولی مردمیه، مردم داره، مردم هم دوستش داره. جهانگیر عزیز خانوادهشون کلن همه خوب و با محبت. دوستان دیدید که یه چیزی رو که میذاری تو کامپیوتر مثلا میگه که بعض وقتا که میگه این 3 روز طول میکشه، چون هنوز سیستم اونا رو 56K خبر نداره، 800 گیگابیت سرعت داریم، 1000 مگابیت، 800 مگابیت 1 گیگابیت، گیگابیت خلاصه مینیسه 3 روز، بعد 10 دقیقه که میای نوشته 2 ساعت دیگه، بعد 1 دقیقه دیگه که میای مینیسه فلان، مینیسه 50% 20. اول مارگاریتا رو براتون بگم، یادم رفت. آره این مارگاریتا. آمریکایی ها یک مثالی دارن، میگن اگر زندگی بهتون لایم میده یا لیمون میده، شما باهاش شربت آب لیمو درست کنید، یعنی اون ترشی و اون بدی لیمو رو اینجوری از بین ببرید و باهاش شربت آب لیمو درست کنید و نوش جان کنید. فکر کنم لیمون جوس، نه لیمون جوس میشه آب لیمو، لیمونید. میگه که if life give you a lemon make a lemonade، ناراحت نشون. وقت اینایی هم که معاملات قلابی ماشین و فلان اینا گولتون میزنن، اونا هم فکر کنم اون دیلار هم میگن لیمون دیل یا لیم دیل، دل لیمون، لیمون یعنی ترش دیگه. ولی اینجا این تابلوه نوشته if life gives you limes make margarita، میگه اگه زندگی بهتون لیمو میده باهاش مارگاریتا درست کنید. آمریکایی‌ها این لیموهای سبز با لیموهای زرد دو تا چیز مختلف میگن، یکیشو میگن لیم، یکیشو میگن لیمون. خب برگردیم حالا کجا بودیم. آها راجب این 100% 80%، من روز داشتم یه چیزی رو نگاه میکردم، یه دفعه دیدم اینو نوشت، شما نگاه کنید و به من توضیح بدید که یعنی چی. چون دیدید که گفتم تو ما یک فامیلی داشتیم، این وقتی میخواست، آها میخواستم یه عکسی بذارم اینجا، آخرم عکس نرفت. این فامیل ما هر وقت میخواست بگه حتما، آمریکایی‌ها مثلا میگه که
حتما مطمئنی؟ میگه بله 5000%، یعنی 5000%. یکی میگه 105%، یکی میگه 115%، اینها. این فامیل ما میگفت که بله 100 در 1000، که ما بهش گفتیم آقا 100 در 1000 یعنی میشه 10%. البته یه دفعه آقای افشارهام یه همچین چیزی گفت، من گفتم آقا 100 در 1000، گفت نه یعنی اگه 100 بارم بپرسن 1000 در... یه چیزی اینجوری گفت، برای من قابل قبول نبود. نگاه کنید من اینجا نوشتم تماشا کن پس از تماشا نظر یادت نره. این عکسی که گذاشتم اینجا نوشته preparing 110%، یعنی در حال آماده کردن 110%. آقا تو اگه داری آماده میکنی 100% که آماده بشه باید بره. دیدید یوتیوب و اینا 90% که میشه میره قسمت دومیش. بله فامیل شما قلوف کرده. نه واقعا فکر میکرد که 100 در 1000 به اصطلاح قوی تر از 100%. اینجا میگم مثلا اینجا میگه که شما مطمئنی که فردا میای؟ میگه بله 200%، 200% من مطمئنم. الان خیلی ها میگن 5000%، ولی اون دوست ما از این وری میگفت. خب اینم از این ور. یه دوستی گفت آقا شما اون روز تایتانیک رو نشون دادید، یه با این عکس 110 رو خط بکشم، مارگاریتا رو خط بکشم. بله و اما عکس تایتانیک گفت اینو نشون دادید، من میخواستم بنویسم، گفتم بابا چیزای اینجوری رو برگردید دوباره میتونید اونجا پیدا کنید توی برنامه، تنبلی خودتونو هی دنبال ما نندازین. ببینم این تایتانیک هم نیستش دیگه، ولش کنید بره. توی خود برنامه که دیدید اینجوری با ماوستون عقب جلو کنید پیداش میکنید، اینم تایتانیک خط بزنین. مجاهدین چون دو تا جاسوس گرفتین بذاریم براتون بخونیم که این مجاهدین چه فعالیتایی دارن میکنن. شما لازم نیست برید تو تظاهراتشون. دلم برای آقای رضا مشایخی سوخت، به احتمال زیاد ایشون داشت میومد اینجا که سپتامبر بره جلوی سازمان ملل و چنین کنه و چنان کنه، که بنده خدا نوشته بود سرطان لنفاوی گرفته. این قدای لنفاوی همه جا هست، ایشون توی کشاله رانش، چون عکسش هم انداخته بود. خبر مهم: بار دیگر دولت آمریکا حمایتش را به مردم ایران ثابت کرد. نامه مخفیانه مریم رجوی به ترامپ و درخواست حمایت از سوی دولت آمریکا و افشای آن توسط مایک پامپئو امروز 16 مرداد، یعنی 2 هفته پیش، یک روز بعد از تصمیم تحریم‌های جدید آمریکا بر علیه رژیم ایران، مایک پامپئو دست به افشای نامه وی زد. اینم خیلی جالبه، اونا نامه محرمانه می‌نویسن، مایک پامپئو میاد با آخوندها میگه که نگران نباشید ما با شما هستیم. دوستان عزیز، من همیشه گفتم این دوستانی که میان میگن که مدیر کل جنبش فلان، جنبش کامران قادری معتاد، جنبش نمیدونم من اینجا نشستم تو برو، جنبش از این جنبش های مزخرفی که تا حالا دیدین. یک جنبشی من اون روز دیدم، این حزبه، حالا بذارید ببینیم. البته برای این دوستمون فرستادم که آقا بیا، من چون شما دبیر کل حزب هستید میخوام باهاتون مصاحبه کنم. خودش فهمید که اینجا اگه بیاد، ما انقدر دبیر کل حزب داشتیم قبلا که از ایشونم به اندازه خواهیم خندید. من بهتون نشون بدم، یه آقایی به نام کیان برزگر. چقدر تو ایران اسم کیان، کیانا، کیانوش اینا زیاد شده تازگی ها. بله این دیگه خیلی جالبه، حزب وحدت ملی ایران، ایرانش هم اون قسمت ا و نه، ببخشید اون انا آخرش رفته زیر سر این آقا. اوکی؟ دبیر کل حزب وحدت ملی ایران، عضو شورای مرکزی و سخنگوی سابق خانه احزاب ایران. دوستان نگاه کنید، نگاه کنید تو رو خدا. آقای زرابی نمیدونم امروز اینجا هست یا نه، اگه نیست اب نداره پشت سرش حرف میزنید. آقای زرابی هم یه مدتی دنبال این و اون بود، بعد که اون احمقا یکشون بلند شد رفت ایران،
یکی دیگرش معتاد در اومده، اینها خودش گفت من خودم میشم دبیر کل حزب. آقا این دبیر کل حزب باید اقلا 50 نفر، 500 نفر، 5000 نفر عضو داشته باشید، و الا این نوکر ما نوکری داشت خودش میرفت تپل چینی. چی میگید شما؟ حزب رو کجا خوندید؟ اساسنامه حزبتون چیه؟ مرامنامه حزبتون چیه؟ گفتم سالها پیش یه خانمی بود به نام خانم مقدسی، این خانمم شوهرش دکتر مقدسی فوت شده بود، از طریق تلویزیون به ما زنگ زد و خونهشون نزدیک ما بود و قرار گذاشت آقای صوفی شما نزدیک اینجا هستید یه روز بیاین همدیگر ببینیم و اینا. گفتیم چشم. رفتیم و من شما رو نمیدونم خیلی دوست دارم، شما مثل همسر من هستی، شجاع هستی، فلان هستی اینا. گفتیم خیلی ممنون، حالا چی میخوان؟ یه کاغذ انقدی داد به ما، گفت این شما بگی این اساسنامه حزب، حزب ملت، حزب نمیدونم حزب مردم، حزب ملت. گفتم خب چیکار کنم؟ گفت شوهر من میخواسته حزب باز کنه، عجل بهش مهلت نداده، این گفته اینو بده دست یه نفر که بتون. گفتم خانم شما میخوای یه خونه قشنگ بسازی، میدی دستی کی برات بسازه؟ دستی یه معمار، دستی یه مهندس، دستی یه مهندس ناظر، دستی یه آرشیتکت. نمیری تو خیابون یه نفر که مثلا راننده خوبیه، یه نفر که معلم خوبیه، یه نفر که مکانیک خوبیه بهش بگی که میبره من خونه بساز، یا حداقل از میپرسی آخه من کننده این کار نیستم، من بلد نیستم. نه کاری نداره، ما خودمون هم کمکتون میکنیم. گفتم آها، شما بگو شوهرم مرد، دغمرگ شد، من میخوام بشم دبیر کل حزب، دنبال یه خری میگردم، اون خر شما هستی. گفتم شما این کاغذ رو بردار برو ببینیم، اگر مردم ایران شهامت پیدا کنند و از رژیم آخوندها رهایی پیدا کنند، مریم رجوی را مثل یک موش آب کشیده از ایران میندازنش بیرون. اگه اون اتفاق بیفته مریم رجوی ایران نمیره، ولی یادتون باشه اگر آمریکا تصمیم گرفت مریم رجوی بشه مریم چلبی و بره ایران، مردمم که هنوز شهامت پیدا نکردن به قول شما، بدبختا دنبال نون روزشون هست، شبشون هستن و ثبت نام بچه و وسایل مدرسه و اینها، اون وقت چی کار میکنید؟ اون قسمت رو هم در نظر بگیرید، و الا همه تخم مرغ ها رو بذارید توی بسکت این که اگر مردم شهامت پیدا کنن. گفت اگر رو با مگر یه چیزی پتیک برای من مینویسه، اگر با مگر ازدواج کرد ازش شاید به دنیا آمد، یه چیزای اینجوری. به این سادگی نیست عزیز من. اینا اگر برنده شدن، اینا اگر حکومت گرفتن، اینا اگر انقلاب رو دزدیدن، اینها سالها رفتن مطالعه کردن. شما حرف این بهبهانی معتادی که تو سوئد بوده و تو انگلستان داشته بنگ میکشیده و دوا میفروخته، اونو گوش نکن که میگه کسی خمینی رو نمیشناخت. بنده سال 1968 12 سالم بود، تابستونا کار میکردم نجاری. آقای صادق وجدانی که فامیل دورمون بود، درس خونده، با دین، با خدا، شاگرد ایشون بودم. با موتورگازی میومد در خونه من رو ور میداشت، میرفت مدرسه شمس، قراردادی گرفته بود، میز صندلی ها رو تابستون درست میکردیم. بعضی وقتا من میرفتم در خونه اینها، زود را افتاده بودم میرفتم در خونه اینا که دیگه این بنده خدا نخواد توی کوچ پس کوچا با این موتور گازی پژو بیاد دنبال ما. گاهی وقتی که میرفتم اون شیطنت بچگی وای میسادم ببینم پشت در اینا این صدا چیه. نوارای خمینی سال 1968 تازه من شنیدم. بهبهانی احمق، تو داشتی بنگ میکشیدی، اونای دیگه داشتن تو دیسکوها میرقصیدن، اینا دنبال این کار بودن. اینا توی فلسطین داشتن تو کمپای نظامی، آقای دکتر حسن ماسالی داشت اسلحه وارد میکرد. به این سادگی هم نیست.
اون روز من یه چیزی میگم فرخ دوست عزیز ما از ما دلخور میشه، آخه اینجوری نیست عزیز من که شعار بدیم فقط جنگ مسلحان. اینا آمدن آوردن بسته‌بندی کردن گذاشتن، با قشقایی ها قرار گذاشتن، با کردا قرار گذاشتن، با لورا قرار گذاشتن، تفنگا رو از توی روغن و نمیدونم توی نمد و اینها بیرون آوردن. اینجوری نبود که یک شبه خمینی آمد انقلاب رو از روشنفکرها دزدید. یه روشنفکر شما اسم ببرید که قبل از انقلاب شما دنبالش بودید، بگید دیگه روشنفکر شما و من که نه، الحمدلله کاری به اینا نداشتم، خدا پدر این بابای ما رو بیامرزه که چون بیدین بود ما هممون بیدین با آمدیم. روشنفکر جامعه ما علی شریعتی بوده، علی شریعتی حقوق ساواک، علی شریعتی زیر دست آقای حسین نصر، علی شریعتی حسینیه ارشاد. دیگه کی بوده رهبرتون؟ بگید دیگه. مجاهدین هم که آمده فیلم پر کرده، مردی که با پررویی میگه که مجاهدین که در انقلاب نبودن زندان بودن، میگم پوفیوز وقتی شما اومدید از زندان بیرون آزاد شدید تا اون سال 8 تا اون انتخابات اینا شما همش دوری کون خمینی بودین، شما دست بوسش بودین. ولی ملت کم حافظه چی میگن شورت مموری داریم، مثل که لانگ ترمشو دادیم تحویل. علی شریعتی یک توده‌ای، این معنی توده‌ای هم به این سادگی نیست که من و شما استفاده میکنید، چون به خود من هم هر روز میگن توده‌ای، میگم این توده‌ای کی هست؟ بذارید ببینیم آقای قوانلو برای من ایمیل فرستاده، مرسی مرسی دمت گرم، چون تو پیام اونجا گفتم نمیخونم، ایشون لطف کرده ایمیل فرستاده. ضمن این که شما اینم اگه مینوشتید میذاشتید تو چیز بله توی قسمت عمومی عالی بود. فوری حسینی مجری ریستارت در فرودگاه دستگیر شد. لیدر گروه ضد انقلاب ریستارت در فرودگاه در حال فرار دستگیر شد. در فرودگاه کجا؟ باز بخونیم ببینیم. در فرودگاه آمریکا، حسینی در یکی از فرودگاه آمریکا در حالی که در قصد ترک داشت دستگیر شده است. خبرای اینجوری یکم بو ماهی میده. در ایالات متحده به اتهام ترور شیمیایی منصور اوسانلو یکی از فعالان ضد انقلاب دستگیر شد. حسینی؟ واو. نمیدونم. آقای اوسانلو اولی که افتاد زمین تو ایستگاه قطار و اینا گفتن اون بنده خدا مثل من، مثل که شناسنامش به یه جایی که میرسه یه دفعه فینت میکنی بیهوش میشی. بعد دو سه روز که از بیمارستان چیز شد گفتن نه یک دوایی گذاشتن جلوش، صورتش سوخته و فلان اینها. یه دفعه حالا آقای حسینی، سید محمد حسینی از کالیفرنیا آمده باشه نیویورک، نمیدونم. در هر صورت من اینجا هست. بله توده همان کمونیست هست. خب آخه بدبختی به اینه که تو ایران از بس شاه از کمونیست میترسید، هر کسی که یک چیزی میگفت برخلاف اون میگفت این کمونیسته. ولی حزب توده رو شما اگه راجع بهش بخونید، اول حزب توده یه سری آدمایی که سرشون به تنشون میارزید و با سواد بودن رفتن داخلش، برید بخونید شما که اهل خوندن هستید. بعد حزب توده هی مجبور شد با این آخوندا همکاری کنه. اون آخرش هم کی بود؟ احسان طبری بود، کی بود؟ در هر صورت من هیچ وقت عضو هیچ حزبی نبودم. من و داداشم وقتی که تو ایران درس میخوندیم، ایشون رشته مکانیک من رشته برق، اون موقع مال حزب رفتابیخ درست شده بود. ما یکی از دلایلی هم که یه شب ساواک اومد اونجا این بود که شما چرا ثبت نام نکردی؟ گفتیم نخواستیم، ما دلمون نخواست. هنوز به اینجوری نبود که اجباری باشه، تو کارخونه ای نبودیم که بهتون یه چیزی هم بگم خدایی. حالا شاه هر غلطی کرد گذشت مرد رفت، یه سریش هم خود ما بودیم. شما همین الان ببین بعد 40 سال هنوز میگه آقا اگه نری نماز جمعه بهت کوپن نمیدم. میگم آقا من تو انقلاب بعد انقلاب 5 سال اونجا بودم، از این خبرها نبود که اگه نماز جمعه نری. من رفتم یه ماشین بخرم بوشه، رفتم در خونه شون، تا
طرف گفت که رفته نماز جمعه، معلم بود اونم. حالا اصلا من فکر میکنم من چجوری یه معلم پیدا کردم تو بوشه، ازش یه فیات 131 بخرم، بلند شدم با دوستم رحیم فیروزی رفتم بوشه، رفتیم روز جمعه بوده در خونه این آقا، بعد به همون گفتن رفته نماز جمعه، ما رفتیم نماز جمعه، اینقدر پر رو بودیم رفتیم به اونا گفتیم به ای آقا تو بلنگو هنوز شروع نشده، بگو آقای فلانی دو نفر از شیراز اومدن شما رو ببینن، قبل از نماز بیا این جلو. ما وایسادیم نیومد، وایسادیم نمازم تموم شد دوباره رفتیم گفتیم آقا میشه یه صدای دیگهش بزنی؟ صدا زد آقا خیلی ها حرف میزنن حواسشون پرته نمیفهمن. ما برگشتیم رفتیم دم خونه، وقتی رفتیم دم خونه دیدیم آقای معلم توی خونشه، گفتیم آقا خیلی زود برگشتی. گفت آقا من نرفته بودم، شما رفتید اونجا آبرو منو بردین، تا حالا 10 نفر اومدن در خونه گفتن دو نفر از شیراز اومده تو نماز جمعه. گفتم آقا کی به تو کار داره؟ اون به ما گفت نه آقای سربی اینجا محیط کوچیکه، اینجا ما اگه نریم نماز جمعه بعدن تو مدرسه اذیت میکنن. ما فیات هم ازش خریدیم، چه فیات زشتی هم بود، فیات 131 رنگ سبز کاهویی. بمانه دوستان از این خبران نبود که اگر نمیدونم ثبت نام نکنی حزب رستاخی شاه بدبخت غلط کرد، اشتباه کرد، این یابو برش داشت، گفت که میگه اون حزبو میبندم، اون حزبو میبندم، این حزبو باز میکنم، هر کی هم نخواست بیاد پاسپورت بگیره بره، که اولین کسی هم که پاسپورت گرفت در به در شد خودش. در صورت دوستان عزیز داستان برنامه ما همینه که شما میبینید، اگر فکر میکنید برنامه‌ای بهتر، پرمحتواتر، دانستنی‌های بیشتر، اصلا میتونید یه برنامه به عنوان ناتون وقتا یه روزنامه، یه مجله کوچولو بود دانشمند اسمش بود، درست کنید، شما بیان درست کنید. هی به من نگید آقا یه برنامه بذار که ما یه کم اطلاعات پیدا کنیم. آقا من 3 روز در هفته میام اینجا، 3 تا 2 ساعت میشه 6 ساعت، 6 ساعت از 7 روز هفته میشه روزی 1 ساعت کمتر. شما روزی 23 ساعت وقت داری بری دانشمند بشی، برو دنبال کارت. بله ایران حزب رو بهتون نشون دادم، اون دبیر کل حزبش هم بهتون نشون دادم، اگه کسی این آقا رو میدونه و حزب میدونه و چیزی بیاد به ما خبر بده ببینیم که دیگه چه خبره. چی میخوام بهتون نشون بدم؟ یو اس ایران، این عکس قبلا هم توی ایمیل و اینا نشون به اصطلاح داده بودن که حرف از دوستی های این روزها، روابط خانم ها، آقایون، دختر خانم های جوون و اینها میکنه، بعد این حالا هر کی بوده یک کمی ذوق به خرج داده آمده پرچم ایران و آمریکا و عربستان، یه عربستان سعودیه یا عراقه، پرچم عربستان سعودی نیست ولی این دوستمون روش نوشته ایران، آمریکا، عربستان سعودی. عربستان سعودی که پرچمش سبز با لا اله الا الله، این الله اکبر اینا فکر کنم مال عراق باشه، یادم نیست درست. بله ببینید نوشته که حالا اون عراق بگیم یا اون سوریه، سوریه هم این رنگی نیست، عراق و ایران تو بغل هم هستن ولی عراق دستش تو دست آمریکاست. اینم شاید شرحال امروز باشه. اگر خودش مذهبی نبود ایران سرنگون نمیشد. شاه فقید از همه میترسید غیر از آخوندها. حسینی کی باشد؟ ای خانم لیلا اگه شما نمیدونی حسینی کیه نصف عمرت تلف شده. بعد از برنامه برو دیوان بازی های این مردک رو ببین. اولا شما به من بگو قیافه، صدا، حرکات لوس، جلف به کار کجا میخوره؟ والا این تو سیرک هم اگه میرفت تو پوست شیر و اینا از سرش زیاد، ولی توی ایران خر تو خر و آخوند گفتم بهتون دقیقا ایشون ملیجک و آویزون به بیزه های آخونده، یه چند سالی دلغکی بوده که هم پول خوبی میساخته هم برنامه های زیادی داشته، تهیه کننده این برنامه، مثل هم آمریکا دیدی این خانمه لزبیانه کیه؟ آلن دیجنرس. شما ببینید این چند تا برنامه داره، یکیتون بزنید ببینید، 100 نو گیم داره، 100 تا برنامه داره که این تهیه کنندشه، پول دیگه هی پول میریزن اینا. در اصل این محمد سید محمد حسینی
واقعا این دیگه دیوانه هست که از همه ماها زد جلو، یعنی از اینایی هست که یک شبه میخواست برسه به راه 100 ساله بپیماید، ولی اون شعر یادش نبود که فواره چون بلند شود سرنگون شود. آبای دیگه دیدید میاد میره، ولی فواره میره بالا، از اون بالا میاد پایین. اینم از این. خب و اما یو اس و ایران و سعودی رو نشونتون دادم و گفتم که این پرچم سعودی نبود، این پرچم فکر کنم مال عراق بود. بذارید ببینم نوشته ها براتون چی گذاشتم. بازم از آقای جمشید قوانلو ممنونم. حالا خب شما خدا رو چی دیدی این حسینی دیوانه؟ شاید برگردیم به اون برنامه ای که طرف میگه آقا اینا نفوذی میفرسن و میبینیم بعد اینجوری میشه. اون آقای سردار مدهی، این حسینی، چون نمیدونم دیگه کامل بیشتر از این نمیتونم بگم. آقای آریانپور یک مقاله‌ای درباره دریای خزر نوشتن. من از ایشون خواستم که درباره نوشته جبهه ملی نظر بدن. ایشون برای من نوشت که سوربی، من اینجور نوشته: دوست گرامی آقای سوربی، پایگزار و مؤسس تلویزیون مردم، از من سوال کرده اید که نظریه خود را درباره بیانیه جبهه ملی ایران درباره رژیم حقوق دریای کاسپیان اعلام کنم. به اطلاع میرسانم که متاسفانه من اطلاعات به درد بخوری درباره امور حقوقی ندارم، جز آنکه در اینجا و آنجا مطالبی را خوانده و شنیدم و شوربختانه اکثر این مطالبی که در طول زمان توسط افراد حقوقدان کشورمان مطرح شده است اختلاف زیادی با یکدیگر داشته و دارد و خواننده نمیتواند تشخیص دهد چه کسی قوانین را به درستی یا نادرستی تفسیر کرده است. آنچه من میتوانم در این مورد ارائه کنم حقایق تاریخی است که در مورد دریای کاسپیان و یا خزر یا مازندران و غیره که هنوز هم برای ما ایرانیان به طور وضوح مشخص نشده است که نام واقعی این دریاچه یا دریا چیست. یک، در سال 1304 یعنی موقعی که بیروز تو میگی 100 سال پیش، سردار سپه نخست وزیر ایران تصمیم گرفت که برای جلوگیری از تجاوز دائمی عده‌ای ترکمن که به روستاهای مرزی ایران از طریق دریا و یا از راه زمینی حمله ور شده و یا قتل عام مردان و به اسارت بردن زنان و کودکان و چپاول اموال آن بینوایان جلوگیری کند. بالاخره رضا خان یه کار خوبم کرده. ضمناً این دریای خزر، اصلا اون خزر اگه اشتباه نکنم اسم یه قبیله‌ای بوده که بعضیان به همین خاطر میگن نگید دریای خزر، اگه اشتباه نکنم، اما مطمئن نیستم، چون خیلی وحشی بودن، حمله میکردن، به اصطلاح مثل دزدان دریایی بودن. میگه که رضا خان از سرهنگ شفایی یکی از نزدیکان خودش خواست که به اروپا رفته و یک واحد دریایی مجهز به مسلسل خریداری و از طریق دریای سیاه و دو کانال دون دان و ولگا وارد دریای مازندران کند و به این طریق پایه ایجاد نیروی دریایی شما را بنا نمود یا نماید. سرهنگ شفایی برای دستور چنین کرد: یک واحد دریایی کوچک از آلمان خریداری و پس از مجهز کردن آن به برخی سلاح سبک از طریق مقامات سفارت ایران در اروپا از مقامات کشور شوروی درخواست شد که به این ناوچه اجازه داده شود وارد دریای مازندران گردد. کشور شوروی با ورود آن واحد به نام اینکه یک واحد نظامی است بر مبنای اصول همان عهدنامه‌های مصوب 1921 مانع ورود آن گردید. البته دولت سردار سپه در مقابل این تصمیم شوروی از خود عکس العملی نشان نداد. در سال 1317 رضا شاه تصمیم گرفت که به هر طریق ممکن ایران یک واحد شناور در دریای مازندران داشته باشد. این نوشتم نسبتاً طولانی است ولی میرسه به یک جایی که میگه در سال این پنجم میشه، در سال 1343 کشتی تفریه شهسوار به علت زنگ زدگی آب دریا به علت زنگ زدگی آب دریا به داخلش جاری می شود و اگر به طریقی مانع
آب ورود به آب نمی‌شدن، مانع ورود آب نمی‌شدن، ممکن بود کشتی غرق گردد. لذا به دستور شاه محمد رضا پهلوی وزارت خارجه از کشور شوروی درخواست کرد به کشتی شاه سوار اجازه داده شود از طریق دو کانال این و اون به کشور ایتالیا رفته و مورد تعمیرات زیر آبی قرار گیرد، که البته کشور شوروی به این درخواست موافقت نکرد و اطلاع دادند که ایران می‌تواند این کشتی را در یکی از بنادر ساحلی شوروی انجام دهند. شاه این پیشنهاد شوروی را نپذیرفت، دنبال راه‌حل میگشت که افسر جوانی که در آن زمان در پایگاه دریایی بندر پهلوی انجام وظیفه میکرد پیشنهادی ارائه کرد که با نداشتن امکانات این افسر جوان خود آقای دریادار تیمسار آریانپور بوده، که اینها انقدر واقعا چی میگن قلوب تب میگن دارن که حتی اینجا اسم خودشو نمیاره، ولی برای من تعریف کردن نوشتن که چجوری یک در چیزایی که اینجا کانال پاناما و اینا هست که آب و کم و زیاد میکنن بالا و پایین میشه، ایشون درست میکنه یک مخزنایی رو که این کشتی رو میارن بالا و ایشون تعمیر میکنه، که بعد از این سیستم دریاداری و ارتش شاه اینقدر خوب بوده که آدمای خوب رو فراری میداده، آدمای بد رو کثیف و طوفانیان و دیگر باجخورا و اینا رو دور خودشون جمع میکرده، چون اونها برای خانم آوردن اگه خانم هم در دستشون نبود دختر خودشون خانم خودشون زن خودشون رو بدن قرض شاه و نمیدونم علم و فلان اینا، دست به خانم آوردنشون خوب بود، شاه اونا رو دور خودشون جمع کرد. همین آخوندارم یه روز یعنی آخوندار بیاد نقل صیغه میغه شاه هم بگن، در هر صورت کارمون خیلی خرابه دوست. ممنونم آقای آریانپور، متشکرم. و پتیک متوجه شد اینجا نوشته که هوشنگ جان سلام، بند پنج این نوشته آن افسر جوان نامش آریانپور هست که هنوز هم جوان است. بند سه و چهار از قرار رضا شاه هم مانند بزرگانش انگلیسی بوده که توانسته سر روزها را شیره بمالد و به عنوان واحد ماهیگیری 4 واحد جنگی از آلمان بخرد و در بندر پهلوی مستقر نماید. حتما از نسل وایکینگ ها بودن. آره اینا یه عدهشون همین وایکینگ ها، الان مگه نمیبینی چه افتخاری میکنن؟ شغلشون این بوده، شما برو یونان سر هر تپه یه چرچ، یک کلیسایه، یک چی دیگه چی بهش میگفتیم. حالا اینا وقتی دوزای دریایی میرفتن اینا براشون دعا میکردن که اینا موفق باشن، وقتی برمیگشتن یه پولی به اینا میدادن. یعنی این چرچی که امروز میاد 300 تا پریست میاد 1000 تا بچه رو که الان همشون 50-60 سالشونه، همشون بدبختا عقده‌های شخصی و اینها دارن، مشکلات شخصی دارن، به اینا تجاوز میکنه، اینا سابقه قدیم دارن از بدکار بودن، از زشت خوب بودن، از همون قدیما که یونانی ها میرفتن جنگای دریایی، به خاطر همینه که سر هر تپهی مثل یک امامزاده، مثل این بابا کوهی شیراز یه چیزی هست، میگی چی؟ میگی چرچ. چرچ نیست، فقط اینو به عنوان فلان دفعه برنده شدیم، اینم گذاشت اینجا، یه پولی داده به یه نفر مفتخور اونجا. در اصلت ممنون و متشکرم از یکایک شما دوستان. و بریم ببینیم اینجا باز در نوشته ها چی گذاشتیم. آها من ایشونو میخوندم قوانلو، ولی شما مثل که قوانلو هستید. بله، بیانیه جبهه ملی، آیا هنوز تئوری عقل بشر مرا قبول نکردی؟ چرا بابا، قبول کردیم. عقل انسان بنابر انباشته های بیشعوری خارج از توان صاحبش فعالیت میکنه. در عراق قرن 21 در میان شیعیان این شخص مقدس شده، بیماری ها را معالجه میکند و مردم از مالش بر اندامش با برکت میشوند. بله همینجا عزیز برادر، همینجا تو آمریکا شما پس فردا بزن تلویزیون ها رو نگاه کن ببین چه محشر خری هست. هر کدومشون، یکیش آب حیات میفروشه، یکیش میگه شما 58 دلار بده من برات چمن توی حیات خدا میکارم، میگه اگه پول نداری نگران نباش، برو آخرین کردیت کارتتو وردار از پول اون بیار بده به من. و خود مرده اگه نگاش کنی یه مرد پیریه، اومده موهاشو رنگ کرده و معمولا تمام اینها
با این بدبخت زن و دخترای اینایی هم که میرن تو کلیسا رابطه دارن. این آقای علی، آقای ترابی اگه آدم بود ما یکم بهش نصیحت میکردیم اگه میخوایم بری کلیسا حتما زن تو دخترت بشین بغل لحظشون، نگذار این پیریست ببردشون تو پستو. ولی الاغ بود، خر بود، و چون خره بذار پیریستا سوارش بشن. بفرمایید. بابا علی، بابا علی، میخوام بگم چرا به زنا که رسید رفت پایین پاشون اونجا شفا بده. بعد دیدم اونجا که هست پارچه میمالن عرقشو، کثافت صورتشو، اینا رو، و اینا رو به عنوان چیزای تبرک شده برمیدارن میبرن. و میگه که کار هر مرد نیست خرما بریدن، تنابی کلوفت میخواد و مرد کهن. این دوست ما اون شعر کار هر خر نیست یا هر کس نیست خرمن کوفتن، گاو نر میخواهد و مرد کهن رو خودش ذوق شاعری گذاشته و اینجوریش کرده. ولی با هم این ویدیو رو هم ببینیم، اینم بد نیست که اگه میخواین درخت قطع کنید. اتفاقا به ایشون گفتم تو همین آمریکا همین مشکل ما داریم. اتفاقا چند سال پیش یک آقای، یکی از دوستان اونم اینجا بنده خود، دو تا، یه دکتر یک آدم معمولی که مغازه داشت و اینها، این اتفاق براشون افتاد. حالا ببینیم که این درخت نخل و اینا هم نگهداریش هم قطع کردنش اینا یک چیزای به اصطلاح قانونای خودش رو داره. ولی ببینیم که این حاج آقا چجوری میخواد قطع کنه. ببینید اینه، این آقا، اینم درخت نخل، این درخت نخل کج شده، این رفته بالا قطعش کنه. تا اینجاش خوبه، فهمیده کجاش زاویه داره، با بزنه و از پشت بزنه. بدبخ نمیدونم همینجوری معلق و آویزون موند یا با کرد. آدم دلش میسوزه ولی خندش هم میگیره دیگه. بله، یه فیلمی هم فرستادن که چرا مرد همجنسگرا نباید به حج بره. ولی متاسفانه این فیلم ها، بهتون میگم بعضی وقتا وقتی که عمودی میگیرید شما فیلم برداری میکنید، بعد که میفرستید برای کامپیوتر، این تلفن ها یه دستگاهی داخلشه که میفهمه این زمین اینجاست. به همین خاطر بعضی وقتا عکس از روی میز و اینا که میگیرین، عکس یک کیک چیزی که میگیرین، گیج میشه، نمیفهمه حالا شما عمودی میخواین یا افقی میخواین. بهتره شما دو رقمشو بگیرید یا اینکه یک کمی دستتون اینجوری بگیرید که این بفهمه اینجا زمینه. خلاصه این فیلم ها وقتی میاد تو کامپیوتر عمودی میشه افقی، بعد ما باید مثل این شیره یا بخوابیم نگاه کنیم. متاسفانه این نمیتونم ببینم، ولی دیدم یه خانمی، یه آقایی، نمیدونم این همجنسگرا یا چی بهشون میگن، اینایی که تغییر جنسیت دادن، طرف بهش میگه این با چه لباسی داری میره اونجا، براش ماچ میفرسته. آیا استیضاح ترامپ ممکن است؟ آقا هیچ چیزی در دنیا غیر ممکن نیست. خود ترامپ دیروز صبح در همین باغ کاخ سفید در حیات گفت که خب حالا فکر میکنید، یعنی خودشونه دارن آماده میکنن که دموکرات ها برنده بشن. خانومه که مال فاکس نیوزم بود گفت حالا فکر میکنی که اگر دموکرات ها بیان مجلس رو بگیرن میان دنبال استیضاح شما؟ گفت که من دارم کارهای خوب انجام میدم، چرا اینا میخوان منو استیضاح کنن؟ یک. بعد گفت اگر منو استیضاح کنن، یعنی چی؟ تا دیروز 50% شانس رو داد، اگر منو استیضاح کنن مارکت، استاک مارکت میاد پایین، کرش میکنه. اینم دو حالت،
اول میگه چرا منو استیضاح کنم، من که دارم کارهای خوب میکنم. اصلا این شخص نمیفهمه، این شخص کانسپت یا مفهوم کارهای بدی که انجام داده نمیفهمه. بعد سومش هم گفت اگه من این پیچ بشم مردم آمریکا فقیر میشن. یکی نیست به این حرومزاده بیعقل که هم پدر بزرگش دزد بوده، هم پدرش دزد بوده و هم خودش دزده و هم بچه هاش 4 تا نسل کثافت رو در آمریکا و آلمان هر جا که گورش گم کرده اومده، بگی آخه مردک قبل از تو آمریکا نبود؟ تو که میگی ما میخوایم آمریکا رو دوباره گریت کنیم ببریم به جای اولیش، یعنی این یه روزی از حالا بهتر بوده. ولی متاسفم که یه سری ایرانی نادانسته دنبال این هستن، هنوزم دست از کمرشون بر نمیدارن که بیان بگن ما اشتباه کردیم. این کسی که بهترین دوستش دیروز رفت دادگاه گفت آقا این دیگه اینقدر که کثافت کاری کرده من حاضر نیستم برای این برم زندان، این کسی که وکیلی که 12 سال گفت این مثل پدر منه، موقعی که این مردک با بچهش صحبت نمی کرده 10 سال بچهش قهر بوده ازش، اون وکیل وکیلش بوده، خانم بیارش بوده، مواد نمیدونم چی جا به جا کنن، حقوق این بخورن حقوق اون ندن، حالا اومده از پولی که مردم فرستادن برای کمپین برای تبلیغات انتخاباتی به این جنده پول داده، به اون تن فروش پول داده. صدای اینو ببن، این کسیه که به همین مجله‌ای که الان رفته از طرف این مجله زنگ زدن به یک آقای سناتوری هست که مجری برنامه است، این آقای سناتور وقتی مجری بود با اون خانمه دوتاشون زن و شوهر داشتن، اونجا با هم دوست شدن، زن و شوهرشون ول کردن با هم ازدواج کردن، یه دوتا پرونده کثافتکاری هم داشتن. بهشون زنگ میزنه این مجله اینکوئری، میگه اگر توی برنامه چون درباره این شارلاتان صحبت کردید نیاین عذرخواهی کنین ما پروندهتون رو چاپ میکنیم. اینا هم عذرخواهی نکردن. جو اسمش هست، جو بهش میگن مورنینگ جو، ولی من بلد نیستم اسم فامیلش، یادم رفت، میدیدمش وقتا تو این برابر برنامه های رادیویی و فلان اینا، اینا بعضی وقتا کانونشن هست میاد. گفت اینجوریه، دیر پیروز باهاشون صحبت میکرد، گفت این باجگیره. حالا صحبت از باجگیری شد، دوستانی که صحبت از ایران میکنی، من نمیخوام به هیچ وجه بگم ایران کاری که شاه کرد خوب بود، کاری که آخونده ها میکنن خوبه، کاری که آقازاده ها میخوان کن، من میگم همه دنیا داره خراب میشه. اینجا نوشته ready for revolution، آماده هستید برای انقلاب؟ گفتن ای دادی بیداد از ایران در رفتیم، حالا اینجا میخواد انقلاب بشه. بعد دیدیم نه، اینو نوشته که نمیدونم یه نوع انرژی جدید برای ویرجینیا و اینها، ولی این قسمت جالبه، Former GMU professor faces embezzlement charges. این embezzlement پولای زیر میز گرفتن، اختلاس، اینا رو میگه. پروفسور جورج میسن یونیورسیتی، آخوند حوزه نبوده ها، پروفسور جورج میسن یونیورسیتی. خب چه باید کرد؟ میگه آقای سوربی با شما شرط میبندم که ریپابلیکن ها برنده شوند و ترامپ در سال 2020 دوباره انتخاب خواهد شد. من طرف شما هستم. وقتی دوتامون یه طرفیم شرط نبندی. من انقدر به خراب بودن سیاست باور دارم که میدونم. دلیلش هم اینه، اون دوتا آقایی بود که واشنگتن پست مقاله نوشتن رفتن دنبالش و نیکسون رو در به در کردن، آمد گفت که ببینید سر و صدا زیادی نکنید، این آدمیه که 100 بار از این مسائل تو زندگیش پیش آمده و مثل گربه حضرت عباس چیه، هر جوری بندازیش با پا میاد. گفت این ممکنه الان تو مخمصه افتاده باشه، ولی این هنوز پشتش به دیوار نیست، راه فرار زیاد داره و آدمایی که فراریش هم بدن زیادن. آدمایی که فراریش بدن همینایی هستن که میخوان انتخاب بشن، همینایی هستن که دنبال شغل میگردن. خانمه توی فاکس نیوز مینشوننش اول برای که کونکپلش گنده بود، پاشم مینداخت رو پاش، لنگ و پاچه و همه چی پیدا، دهنش هم اینقدر اسپانیش اصلش. این شده دوست پسر ترامپ، از اینجا اومده بیرون رفته تو کمپین اینا کار میکنه. اگه اونجا بهش میدادن سال 60 تا 70 تا 100 تا، قولت میدم الان روز $1000 سال 360 تا بهش میدن. پول بی حسابه، پول بدبخت آدمای احمق و کارگر خوشدل خوشنیت
که پول فرستادن 100 دلار 50 دلار این کلاها رو خریدن 40 دلار میدن به این زنه که چرا شب لنگشو میکنه هوا. البته خیلی مهمه، اگه لنگ ایشون هوا نباشه ممکنه یه وقت آسمون آمریکا بیاد پایین، به زودی ممکنه ترامپ هم میرن بگه، بگه این زنا رو من گرفتم که لنگاشون هوا باشه آسمون نیاد پایین. مرد دیگه میگه اگه منو این پیچ کنید شما ورشکست میشید. دوستان عزیز ممنون متشکرم. بله درست انتخاب میشه. مجید نوشته که دستگیری سید محمد حسینی توسط FBI آمریکا که من بهش گفتم سید دلقک دیوانه دستگیر شد، او در هفته گذشته توسط پلیس FBI و تحت بازجویی قرار گرفته، وی مظنون اصلی حمله شیمیایی به رهبر سابق سندیکای کارگری اتوبوسرانی است. خب هم یعنی آقای استانلو اینجا مظنون اینجاست، نمیدونم در اصلات معلوم میشه. باب وودورد درست میگید، بله خیلی ممنون. آقای باب دو نفرن، یکی باب وودورد یکی دیگه، درسته انتخاب میشه. دوستان عزیز از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم. شماره 193 برنامه 193 همین آقای حسن ارشاد همین الان از تلویزیون مردم پخش میشه، روی فیسبوک گذاشتم بازم میذارم، شما میتونید اینجا برنامه داشته باشید. بازم به اون دوستمون که پسرشون میخوان ازدواج کنن تبریک میگم، به اون دوستی هم که ازدواج کرده و فیلم فرستاده تبریک میگم. گفت آقا من هزینه چی بدم؟ گفتم آقا همت عالی، از 10 دلار تا 1,000,000 دلار شما بفرستی من فیلمتو نشون میدم. ولی یه چیزی جالب توی اون کلیسا دیدم که میخوام اینو بعدا تو برنامه وقتی نشون دادم بگم. ما یه زمانی اینجور بود، اگه یکی میفرستاد ما میگفتیم تبریک میگم نشون میدیم، شما هم همت عالی تبریک میگفتیم تبریک میگفتیم نشونم میدادیم، اون دیگه حتی نمیگفت تانکیو میرفت سراغ کارش. الان یکم مثل پمپ بنزین شدیم، شما هم کردیت کارت نداری، اول بیا تو کردیت کارت تو بده، یعنی پول کش بده، اگه میخوای توالت هم بری این کلید، بعدم برو بنزین بزن. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، با امید دیدارتون دوشنبه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک. مرسی.